داستان شماست. انگیزه شکلگیری نهاد مردمی از سوی بخشی از کنشگران سیاسی در درون و برون از ایران فرایندی است برخواسته از خروش ملی و جنبش سبز آزادی‌خواهی مردم میهنمان بر ضد حکومتگران و نظام بیدادگری که در 31 سال گذشته با سرکوب و زیر پاگذاری حقوق مدنی و ملی ایرانیان موجودیت اشغالگر، ویرانگر و بیگانه خود را بر ملت ایران تحمیل کرد. این نهاد با بررسی علل شکست ها و ناکامی های مبارزاتی مخالفین جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته با بهره گیری از سیستم های تکنولوژی نوین رسانه‌ای، کامپیوتری و اینترنت به دور از هر گونه پیش داوری های فرقه‌ای ایدئولوژیک و نفاق آفرین، شخصیت ها، احزاب، گروه ها و کنشگران سیاسی آزادی خواه و ضد رژیم را برای پشتیبانی از جنبش گسترده مردم ایران به گرد هم فرا می خواند تا به کمک یکدیگر این حلقه های از هم گسیخته را به هم پیوند داده تا بتوانیم با سازماندهی تشکل ها و نیروهای سیاسی همپا و پیوسته به این دوران سیاه تاریخ میهنمان پایان دهیم. Thirty-two years ago, extremists hijacked Iran, but they did not represent the Iranian people who were stripped of their freedom and basic human rights by a totalitarian regime that imprisons, tortures, and kills its people simply for wanting a better life. Today, our security is also being threatened by this same regime. But it wasn't always that way. Historically, Iran was called Persia and was the first civilization to put human rights into law. And before the Islamic Revolution, Iran was a growing, thriving center of culture and industry. Now, 80 million Iranians are trapped under a repressive and dangerous regime. And they want change. They want peace, democracy, and human rights. And they're ready to make it happen themselves. But they need your help. Support the new Iran and help build a better, safer world for all of us. Learn more, take a stand, choose a side. TheNewIran.com. با درود خدمت همه هموطنان عزیزم در سراسر جهان. ایمان فروتن هستم از نهاد مردمی. امروز آدینه 8 اردیبهشت ماه 1391 برابر با 27 آپریل 2012. بسیار خوشحالم که باری دیگر در کنار شما عزیزان هستم، به خصوص عزیزانی که در داخل کشور هستند. روز به روز وضع اقتصادیشون بدتر و بدتر داره میشه، روز به روز احتمال یک واکنش نظامی از طرف دنیا بر علیه جمهوری اسلامی، بر علیه ایران داره بیشتر میشه به خاطر ندانمکاری های این رژیم فاسد. روز به روز افشاگری های بیشتر میشه در رابطه با دزدی های این رژیم و تمام کارهای قتل و جنایتی که در این 32 سال انجام دادن، و هر روز بیشتر و بیشتر ما در رابطه با اینها میدونیم. ولی از طرف دیگر نیز خوشبختانه
احتمال زیاد در این 32 سال موقعیت جهانی که بشود این رژیم رو از کار انداخت و منحل کرد و در سطل آشغال تاریخ انداخت احتمالاً تا کنون بهتر از این نبوده. الان در موقعی هستیم که ایران بسیار بسیار جمهوری اسلامی منزوی شده از طرف دنیا. هر روز اتفاقای مهمی داره میفته، تحریم‌های اقتصادی و تحریم‌های اقتصادی جدی و یک سری کارهای دیگری که همش به خاطر این هست که جمهوری اسلامی رو در وهله اول از لحاظ جهانیان بذارن در موقعیتی که کوتاه بیاد یا متوقف کنه فعالیت‌های اتمی خودشون رو در رابطه با غنی کردن اورانیوم و در درجات بالای غنی شدن و ساختن بمب اتمی و تمام مخفی بازی‌ها و دروغ‌هایی که در این سال‌های اخیر جمهوری اسلامی کرده. اپوزیسیون خارج از کشور، اپوزیسیونی که سال‌های سال 32 ساله نتونسته هنوز با هم یک صدای منسجمی بشن که با یک صدا با جهانیان صحبت کنن بر علیه جمهوری اسلامی، بار دیگر دارن سعی می‌کنن که به هم نزدیک و نزدیک‌تر بشن و این بار احتمالاً چون می‌دونن که این ممکنه که آخرین شانس واقعی باشه برای اپوزیسیون خارج از کشور که بتونه دست به دست هم بده و با این دست به دست هم دادن نور امیدی بشه برای عزیزان داخل کشور که آمادگی دارن برای اینکه به پا خیزن بر علیه این رژیم، ولی نمیدونن که اگر بلندشن فرداش چی میشه. چه گروه اپوزیسیون، آیا اپوزیسیون منسجمی هست که بتونه از اونها پشتیبانی بکنه؟ صداشون و فیلمهاشون و اعتراضاتشون و اعتصاباتشون و عکسهاشون و فیلم ها ویدیو ها رو به جهانیان برسونه؟ آیا اپوزیسیونی هست که در مراجع قانونی و سیاسی دنیا، در سازمان ملل، در مجلس آمریکا، اتحادیه اروپا، با اروپا با یک صدا بره و نمایندگی بکنه از ده ها سازمان های سیاسی معتبر که در داخل خارج از کشور هستند؟ آیا و تمام این مسائل الان به یک نقطه رسیده که واقعا می شود ازش بهره برداری کرد بر علیه جمهوری اسلامی، در زمانی که سوریه که یکی از تنها پشتیبانان ایران جمهوری اسلامی هست در خاورمیانه، حتی در جهان، اون هم هر روز داره اشکالای خودشو داره و همونجوری گفتم ما باید استفاده بکنیم از این مدل هایی که روبروی ما هست در رابطه با افغانستان و عراق و تونس و مصر و الانم قبلش لیبی و الانم سوریه. در رابطه با این موارد امروز ما صحبت خواهیم کرد، به اضافه اینکه یک فیلمی رو، ویدیویی رو بچه های گروه تلویزیون نهاد مردمی چند پیش تهیه کرده بودن در رابطه با واقعا این فقری که در داخل کشور هست، به خصوص در رابطه با کودکان، که یک ویدیویی هست که تهیه شده و ادیت شده از بخش‌های مختلف داکیومنتری و فیلم‌های دیگری که بوده و همچنین کارهایی که خود گروه کرده، اون رو ما برای شما امروز بنا به درخواست شما نشون خواهیم داد. و بعد من از شما عزیزان می‌خوام که از الان فکر بکنید برای بخش تماس تلفنی با استودیو. همین که وقتی که این فیلم رو دیدید می‌خوام زنگ بزنید از داخل کشور و به ما بگویید که آیا این فیلم‌ها و این عکس‌ها و این صحبت‌ها به نظر شما حقیقت داره یا اینکه اپوزیسیون خارج از کشور اومده اینا رو علکی داره علم میکنه و هوا میکنه و درست میکنه. اگر شما مثال‌های از اون رو در دوربر خودتون دیدید، این مثال‌ها رو بگید که جهان و روی خط تلویزیون که مردم دنیا بشنون. ولی از همه مهمتر از الان فکر کنید و بنویسید که اگر هفته آینده رژیم جمهوری اسلامی منحل میشد و از بین میرفت، به نظر شما حکومت آینده ایران، حکومت موقت ایران آزاد، اولین کارهایی رو که از لحاظ قانونی باید در داخل کشور انجام بده چه هست؟ ممکنه شما ارتشی هستید بگید اولین کار باید این که دونم حقوق بازنشستگی اون بدن. ممکنه فرهنگی هستید بگید کارامون رو ساعتاش رو کم کنن. ممکنه که کسی کارگر هستید بگید بیمه. و بگید که شما چه میخواستید
اگر شما نخست وزیر می شدید و یا رئیس جمهور و یا پادشاه یا هر کسی که به هر صورت و می تونست که اثری تأثیری داشته باشه روی قوانین کشور، پیشنهاد شما چه می بود؟ این پاسخ را آماده بکنید که در بخش دوم برنامه که ما خطها رو باز می کنیم از شما در رابطه با این بشنویم. ولی قبل از هر چیز در برنامه امروز طبق معمول اکثر جمعه ها اجازه بدید که گفتگویی داشته باشیم با میهمان تالار گفتگوی این هفته نهاد مردمی که همین روز یک شنبه 29 آپریل 2012 ساعت 11 صبح به وقت غرب آمریکا، 10:30 شب به وقت ایران، 8 شب به وقت اروپای مرکزی در تالار مجازی گفتگوی نهاد مردمی در پلتاک این گفتگو رو این میهمان عزیز ما سخنرانی خواهند داشت و میهمان این هفته کسی نیست جز آقای علی فرهمند. جناب علی فرهمند دبیر سیاسی کانون همبستگی هستند. کانون همبستگی یکی از سازمان‌های سیاسی پشتیبان نهاد مردمی هست و آقای علی فرهمند همچنین معاون اداری نهاد مردمی هستند که کمک میکنن در کارهای اداری نهاد به دکتر بیژن کریمی ناظر بر مدیریت اجرایی. موضوع سخنرانی این هفته هست پروژه ایران زدایی از خلیج فارس و راهکارهای مقابله با آن. با درود به جناب علی فرهمند، امیدوارم که صدای من رو داشته باشید. اگر دارید درود بر شما. درود بر جناب دکتر ایمان فروتن گرامی و همه هممیهنان عزیزمون در اقصا نقاط جهان. جناب فرهمند، در وهله اول میخواستم تشکر بکنم از طرف خودم و دیگر عزیزان نهاد مردمی برای زحماتی که شما میکشید در راه آزادی ایران و برای مثال این برنامه های هفتگی که در تالار گفتگو انجام میشه تقریبا هر هفته یا هر دو هفته یک بار. هموطنان عزیز احتیاج داشت به یک کسی که مسئول باشه، تماس بگیره با افراد مختلف، با تحلیلگران، سیاستمداران، کسانی که حرفی برای گفتن دارن، دعوت بکنه از اون عزیزان برای این تالار در سخنرانی ها هماهنگی بکنن، بیوگرافی ها رو بگیرن و خیلی کارهای دیگر که این یکی از کارهایی هستش که در جمع مسئولیت های جناب فرهمند است. آقای فرهمند، لطف بفرمایید اگر ممکنه یک خلاصه چند دقیقه در رابطه با موضوع سخنرانی خودتون این یک شنبه بفرمایید که هموطنان بدونن که بحث در رابطه با چه خواهد بود. بفرمایید، خواهش میکنم. خواهش میکنم. با سپاس از اظهار لطف شما که البته بنده جز انجام وظیفه کار دیگه نیستش و افتخار میکنم به این همکاری. در رابطه با موضوع برنامه یک شنبه، همونطور که مستحضر هستین، ما الان مدت هاست که هر چند وقت یک بار شاهد یک سری نغمه های مشکوکی هستیم، یک سری ساز هایی که کوک میشه علیه هویت ایرانی خلیج فارس، علیه نام خلیج فارس، علیه حاکمیت ملی ایران در جزایر خلیج فارس. و اون چیزی که ما در یک شنبه میخوایم بهش بپردازیم اینه که هم میهنان ما بدونن که اینها یک سری مسائل مقطعی نیست، اینها یک سری مسائل تصادفی نیست، اینها چیزی نیستش که دفعی باشه و فرو بنشینه، اینها مسائلی نیستش که صرفا از بعد از روی کار اومدن این رژیم ولایت فقیه شروع شده باشه و صرف دشمنی با این رژیم باشه، فرض بفرمایید با سرنگونی این رژیم بخواد خاتمه پیدا کنه. این یک مسبوق به یک سابقه هستش و برمیگرده به زمانی که متاسفانه از روزی که کشتی‌های انگلیسی وارد خلیج فارس میشن، اینها مواجه میشن با یک وضعیتی که خلیج فارس داره در واقع به صورت یک دریاچه ایرانی بود، یعنی نه تنها علاوه بر سواحل شمالیش، تمام سواحل جنوبیش هم اینها باجگذار، خراجگذار یا تحت حمایه دولت ایران بودن و حالا قبایل پراکنده اعرابی که اونجا زندگی میکردن، اینها هیچ کدوم شکل یک دولت ملی یا یک حاکمیت ملی رو نداشتن و خلیج فارس صرفاً تحت حاکمیت ایران بود. لذا انگلیسی ها
یک پروژه‌ای رو در واقع در دستور کار میذارن که این عرایض بنده همه مستند به اسناد و به وقت خودش ارائه خواهد شد. این گونه نیستش که ما بخوایم همینطوری به یک دولتی رو متهم بکنیم. پروژه تحت عنوان ایران زدایی از خلیج فارس که تمام همت خودشون رو بر این متمرکز میکنن که به هر ترتیبی که میتونن اینها حاکمیت ایران رو در خلیج فارس به چالش بکشن و تا میتونن از طول سواحلی که ایران در خلیج فارس داره بکاهن، به دولت سازی های جعلی میپردازن، تلاش میکنن که این قبایل پراکنده اعراب سواحل جنوبی خلیج فارس رو با هم متحد بکنن. حتی اولین پرچم ها رو انگلیسی ها برای اینا درست میکنن، بهشون پیشنهاد میدن شما باید پرچم داشته باشین برای رأس و خیمه شارجه دبی. اینا هر کدوم هنوزم جداگانه هستن، برای همینی که امارات حالت فدرالیست داره پرچم های مختلفی درست میکنن، بعد به اشغال جزایر میپردازند. حتی مدت ها سر اینکه پرچم کدوم شیخ نشین رو توی یکی از این جزایر بخوان بالا ببرن بحثایی بوده و خیلی از این شیوخ شیخ نشین ها زیر بار نمی رفتن، می گفتن ما در واقع ولی نعمت ما ایران، ما تحت الحمایه ایران هستیم. و وقتی که انگلیس می دید یه شیخ نشین حاضر نمیشه پرچمش رو در این جزایر بالا ببره، سراغ شیخ نشین دیگه می رفت. یعنی منظور اینه که فقط مهم این بود که پرچم ایران اونجا نباشه، ولی پرچم هر کس دیگه که میخواد باشه. میان بحرین رو از ایران جدا میکنن و تمام این دولت‌های دیگه مثل کویت و قطر و اینها، همه اینا اسنادش هستش که تا همین چند سال پیش وقتی که یک تبعه ایران میخواسته به اونجا مسافرت بکنه، چون دولت ایران اونجاها رو هنوز رسما جزء خاک ایران میدونسته، گذرنامه از اینا نمیخواسته، بلکه تذکره که نام قدیمی گذرنامه باشه، یه برگه به اینها میدادن که مسافرت اتباع داخله از بندر داخله به بندر داخله. یعنی هنوز اینها جزء ایران حساب می شده. ولی به هر حال این پروژه ایران زدایی از خلیج فارسی که یکی این مناطق رو از ایران جدا می کنه و میرسه به جایی که همین جعل نام خلیج فارس ابتدا توسط یک آتاشه نظامی یا وابسته نظامی انگلیس در خلیج فارس سر چارلز بلگیریو مطرح میشه، این عنوان جعلی که برای خلیج فارس درست شد، بعدن جمال عبدالناصر و اینها همون رو تکرار کردن، ولی این به اصطلاح تخم فتنه توسط همین انگلیسی ها کاشته شد در منطقه. خدمتون عرض کنم بعد سر قضیه جزایر میان بحرین از ایران جدا میکنم و این پروژه ادامه داره. یعنی حتی یک سری زمزمه هایی که در رابطه با فرض بفرمایید خوزستان اینها مطرح میشه، اینها فاز به فاز میخوان بیان جلو تا به جایی برسه که دیگه کمترین میزان دسترسی ایران به خلیج فارس رو باقی بذارن و خیال خودشون رو راحت کنن. برنامه روز یک شنبه در واقع تشریح این پروژه‌ای هستش که وجود داره، پروژه‌ای که شاهد هستیم یک روز می‌بینیم نشنال جغرافی به جعل نام خلیج فارس می‌پردازه، یک روز موزه لوور این کارو می‌کنه، یک روز یک آژانس هواپیمایی. اینها یک سری واکنش در واقع هماهنگ و متناسب رو می‌طلبه. و این بخش دوم موضوع برنامه که راهکارهای مقابله با هم باشه به این موضوع می‌خواد بپردازه، چون که متأسفانه سیاست خارجی جمهوری اسلامی و بلخص وزارت امور خارجه بسیار 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 ضعیف راجع به این قضایا برخورد کرده. حالا ما کاری به واکنش های همین چند روز اخیر نداریم که فرمانده هفتش و یه سری دیگه شاید اومدن یه سری واکنش های جدیتری نشون دادن، ولی متاسفانه وزارت خارجه همواره از ضعیف‌ترین دیپلماسی در قبال قضایای خلیج فارس و با یک نوع بی‌تفاوتی در واقع برخورد می‌کرده. اینی که ما نمیتونیم اتکا بکنیم که حتما بعد دولت ملی در ایران هستش که مدافع حاکمیت ملی ایران خواهد بود، خیر چنین نیست متاسفانه. و حتی در همین قضایای اخیر ما دیدیم که دوباره آقای مهمان پرست به سرعت اومدن گفتن بله ما موضوع با امارات مذاکره میکنیم. من نمیدونم مذاکره بر سر حاکمیت ملی بر سر خاک کشور چه معنی میتونه داشته باشه. اینی که ما در واقع میخوایم اون راهکارهای مقابله رو مد نظر قرار بدیم و یک پیشنهادی رو در واقع مطرح میکنیم در جلسه تحت عنوان شکل‌گیری جبهه مدافعان خلیج فارس که یک سری از کارهای مقدماتیش انجام شده. حتی اگه جناب منصور بتونن نمایش بدن، فیسبوکش هم در واقع شب گذشته راه اندازی شده، متنی در رابطه با اون تهیه شده که اگر فرصت بود تو برنامه کمتر از دقیقه خونده میشه که معرفی میکنه جبهه مدافعان خلیج فارس حرفش چیه
و در واقع این مدافعان یک بحث دفاع حقوقی منطقی و فرهنگی هستش و در اون مطرح شده که ما امروز حاکمیت ملی و استقلال تمام سواحل کشورهای سواحل جنوبی خلیج فارس رو به رسمیت میشناسیم، حقوق بین المللی عمومی، حقوق دریاها، آزادی کشتیرانی در دریاها، همه اینها به رسمیت شناخته میشه. صرفا این جبهه به دنبال اینه که از طریق تقسیم کار، یک کار هماهنگ، کمک آقایان حقوقدانان، کسانی که به هر شکلی میتونن کمک کنن، یه عده مترجم هستن، این قضایا رو به طور هماهنگ متمرکز چیم دنبال بکنیم و به سمتی بریم که در واقع یک پاسخ هماهنگی داشته باشیم. این گونه نباشه که هر روز بخواد دغدغه داشته باشیم فلان موزه نام خلیج فارس و تغییر. ما مصوبه‌های سازمان ملل رو داریم، قطعنامه داریم که تاکید کرده بر روی اینکه نام این خلیج پرشین گلف، حتی سند سازمان ملل تاکید کرده گلف هم نیست، پرشین گلفه. بعد ما شاهد هستیم خانم فرض بفرمایید کلینتون در مسافرت چون کشور عربی از ناو گلف استفاده میکنن یا خیلی دیگه. خب اینها به این جبهه میخواد پیگیری بکنه. البته مسائل دیگه هستش و من عرایزم طولانی شد، عرایزم رو قطع میکنم که اگر سوالی هستش بفرمایید، من در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. بسیار متشکرم از توضیحات شما جناب فرهمند عزیز. مطمئنا بسیاری از هموطنان مایلن بیشتر در رابطه با این تحقیقاتی که شما کردید و اطلاعاتی که دارید بیشتر بدونن. بعضی از صحبتهایی کردید برای خود من جدید بود امروز. سوالی که من دارم، این عکسی که روی صفحه تلویزیون هست و که فرستاده بودید که مدتی که شما صحبت میکردید روی صفحه تلویزیون بود که این سه جزیره تنب کوچک و تنب بزرگ و موسا رو نشون میده، چرا پرچم اینا وسط سفیدش خالیه؟ من اینجا نه شیر و خورشید میبینم نه جمهوری اسلامی. اینو کی درست کرده و چرا شیر و خورشید نداره روش؟ خدمت شما عرض کنم که شکی در این نیستش که پرچم ملی ایران بدون کوچکترین تردیدی پرچم شیر و خورشید نشانه و بنده هم به ضرس قاطع مدافع این پرچم ایران هستم و تغییری که در پرچم ایران صورت گرفت متاسفانه بعد از انقلاب یک خیانت ملی بود که آرم سیک‌های هندی رو به جای نشان شیر خورشید ایران گنجوندن. این تصویر در واقع تصویر بود که یک سری از دوستان و گروه های مدافع خلیج فارس در صفحه فیسبوک درست کردن و شاید دلیلش این باشه که به دلیل ریز بودن اون پرچم دیگه امکان در واقع نشون دادن اون شیر خورشید وجود نداشته و سعی بر این بوده که حاکمیت ایران و ایرانی بودن این سه جزیره رو بیشتر مورد تاکید قرار بده. جناب فرمان، شما با این جبهه مدافعان خلیج فارس آشنایی دارید؟ چند نفر هستن؟ ظاهرا خب خودتون هم عضوشون هستید یا کسی دیگه هم؟ چند نفر هستن اینا؟ خدمتتون عرض کنم که جبهه مدافعان خلیج فارس در واقع طرح پیشنهادی بنده بود که در جلسه روز یک شنبه قرار مطرح بشه و من سعی کردم که تا جایی که ممکنه مقدمات کار رو، یعنی تا بخشش رو که میتونم آماده بکنم تا روز یک شنبه به طور رسمی در جلسه از سایر صاحب نظران، متفکران، فعالان سیاسی هم دعوت بکنیم. یه سری به هر حال کارهای مقدماتی لازم داشت، بعد فیسبوکش کار میفته، بعد یه متنی در واقع که البته اون متن من سوال لینکش رو فرستادم، اگر که جناب منصور یا اگه خود شما تمایل داشتیم من میتونم کمتر از یه دقیقه براتون بخونم، معرفی کنم که چی هستش این جبهه مدافعان خلیج فارس. ولی بحث بر سر اینه که این جبهه نه به زیر مجموعه یک تشکیلات سیاسی خاصه، نه یک جبهه ایدئولوژیکه، نه صرفا یک جبهه سیاسی، چون نام جبهه‌ای که روش انتخاب شده یک حالت فراگیر رو نشون میده، یعنی از تمام احزاب، گروه ها، هنرمندا، نویسنده ها، روزنامه نگارا، هر کسی که مترجم ها، هر کسی که به نوعی کاری در این رابطه از دستش بر بیاد، ما میخوایم در اینجا این دوستان همدیگه رو پیدا بکنن، دور هم جمع بشن، توان خودشون رو روی همدیگه بذارن. فرض بفرمایید یک مسئله حقوقی پیش میاد، یک حقوقدانی که اینجا همکاری داشته باشه میتونه به صورت حقوقی و مستدل مطلبی تهیه بکنه، یک فرد دیگه مترجم میتونه ترجمه بکنه، یه فردی به رسانه دسترسی داره میتونه منعکس بکنه، یه فردی کاریکاتوریست میتونه کاریکاتورشو بذاره و به این صورت یک مجموعه تشکیل میشه که به طور هماهنگ و یک صدا و با کمک گرفتن از توانایی های همدیگه بتونیم در این رابطه واکنش مناسب داشته باشیم و جزئیات بیشترش هم در جلسه یک شنبه تشریح میشه.
جناب فرمانده، من بسیار متشکرم، ولی یک خواهش از شما داشتم، درخواست بسیار بسیار مهم. من از شما تقاضا میکنم تا قبل از جلسه روز یک شنبه، حتی احتمالاً در طول این برنامه در یک ساعت و نیم آینده، علامت شیر و خورشید رو در وسط این پرچم بگذارید، این سه تا پرچم، چون شما این شروع کردید. برای اینکه اگه اینجور نباشه، خود من احتمالاً اولین کسی خواهم بود که بر علیه این کار بسیار خوبی که شما و دوستان درست کردی شروع میکنم لابی کردن، برای اینکه الان مبارزه نستو هم توی اتاق هست، از داخل کشور آمادگی نشون میده که این پرچما رو قشنگ و روش شیر و خورشید بذاره، در عرض یک ساعت آینده بفرسته. آیا شما هیچ مخالفتی دارید با اینکه هر سه پرچمی که در اینجا هست پرچم سرنگ شیر و خورشید باشه، وگرنه این گروه اگه شروع بکنه که دعوت از هنرمندان نهاد مردمی برمیگرده میگه نرید اینجا، جاش درستید؟ نظرتون چیه جناب فرمان؟ بنده 100% موافقم و به عرض کردم که اعتقاد راسخ به پرچم شیر و خورشید دارم. ایران پرچمی ملی به جز پرچم شیر و خورشید نداره. از جناب مبارز نستو هم سپاسگزارم، دستشون رو به گرمی میفشارم که این زحمت رو بکشن، حتما استقبال میشه. اوکی، پس منصور جان، شما لینک این صفحه فیسبوک یه جایی که این عکس هست، یا عکس رو در اینجا توی پلتاک بذار، یا در طول برنامه ایمیل کن به دوستان که مبارزه کس دیگه بگیره. من دلم میخواد الان ساعت 10:30، ما 90 دقیقه وقت داریم، من میخوام تا آخر این برنامه این پرچم ها عوض بشه. جناب فرمان، شما اگه احیانا تونستین خودتون زودتر تعویض بکنید، لطف بکنید در طول برنامه یه پینگی به من بکنید، عکس جدید رو نشون بدید که ما تو همین برنامه کارو مسئله رو این حل بکنیم، که مسئله این باعث نشه که کار به این مهمی بخواد از اولش اشکالی داشته باشه. موافق هستید؟ حتما. من از همینجا از جناب آقای مبارز نستو هم خواهش میکنم که در این رابطه همراهی بکنن. ایشون به هر حال از لحاظ کارهای گرافیکی قوی تر از بنده. آره، یعنی مهمه، یعنی بالاخره فعلا واسه برنامه امروز این شیر و خورشید اون وسط بذاره، یکم کج و کوله شد عیبی نداره، میگیم این باشه تا بعد پرفکتش تا یک شنبه بیاد. به هر صورت باز از شما بسیار متشکرم، از پروژه به این خوبی، بحث به این خوبی، تحقیقات به این خوبی و این صحبتی هم کردن، مطمئنم میدونید که فقط از روی دلسوزی بوده. ما لازم نیست که برای کار به این مهمی از هفته دیگه در این تلویزیون شما و دیگران مجبور باشیم که بگیم آقا چرا پرچم شیر و خورشید نداره. احیانا مثلا کنفرانس واشنگتن که بعضیا واقعا با حسن نیت میخواستن کار خوبی بکنن، دو تا ندانمکاری یا دانمکاری که بر صورت صلاح نبود، اصلا راه به بیراهه بود. بر صورت خیلی متشکرم و درود بر شما، خسته نباشید. هموطنان عزیز، یادتون نره بحث بسیار بسیار مهمی در رابطه با خلیج فارس، موضوع سخنرانی پروژه ایرانزدایی از خلیج فارس که آقای فرامند میگن انگلیسی ها شروع کرده بودن مدت ها قبل، و راهکارهای مقابله با آن، که یکی از راهکارهای مقابله با آن میدونید که 100% گذاشتن پرچم سرنگ شیر و خورشید روی تمام این جزیره های تنب و ممب این حرفا هست. و تاریخ سخنرانی همین یک شنبه 29 آوریل 2012، ساعت 11 صبح به وقت غرب آمریکا، 10:30 شب به وقت ایران، 8 شب به وقت اروپای مرکزی. مکان ایران، نهاد مردمی، تالار گفتگو، در کاتگوری و بخش آسیا و پاسیفیک در زیر بخش ایران. بسیار متشکرم. جونم بفهمید. از پوزش اگر فرصت باشه در یک دقیقه من یه جمله رو می‌خواستم عرض بکنم. بفهمید، خواهش می‌کنم. خدمتتون عرض کنم که من در واقع اینجا خطابم به تمام رسانه‌هایی هستش که در خارج از ایران، خصوصا در آمریکا مستقر هستن. یک مسئله ای که اتفاق افتاد، در واقع موضع‌گیری که جناب آقای مارک تونر سخنگوی محترم وزارت خارجه آمریکا داشت. خب ما همه میدونیم دولت آمریکایی دولت محترمه، از اون سوابق استعماری که انگلیس در قبال ایران داشته برخوردار نبوده، دولت آمریکا داره محبوبیت هستش در بین مردم ایران. اینه که در واقع این جای انتقاد داشت که تلویزیون ها بهش بپردازن، از آقای مارک تونر خواهش بکنن و یا اعلام بکنن که این حرکت شما درست نبوده و این به محبوبیت آمریکا در داخل ایران لطمه میزنه. من احساس میکنم یک مقدار در واقع بی‌توجهی و کمکاری در این رابطه از سوی خارج از کشور صورت گرفته و این بود که این جمله آخرم اضافه کردم. امیدوارم که این پیام من به گوش مبارزان گرامی ایران دوستان رسیده باشه. نهایت سپاس دارم و عرض دیگه ندارم.
خیلی متشکر. یک لحظه بچه آقای فرهاد تالشی هم میگن پرچم رو درست کردن، ببینم تا شما هستید بگم اگه میشه بفرستین. جناب فرهمند، آقای مبارز نستو دستشون بالاست، از داخل کشور میخوام با شما صحبتی دارن. یک لحظه گوش کنید مبارز جان، بفهمه. درود، صدا هست دوستان؟ درود بر همه، امیدوارم که صدا در تالار باشه. سپاس دکتر فروتن عزیز، علی فرهمند عزیز و همگی دوستان. ببینید این پرچم رو من صبح تو فیسبوک دیدم، پرچم بدون آرم رو، و همون موقع به فکر این افتادیم که این سری باید آرمدار بشه، چون که ما پرچم بدون آرم حقیقتا نداریم. حالا سبز و سفید و سرخ میتونه پرچم ایتالیا باشه، میتونه پرچم مکزیک باشه و پرچم های دیگه، چون که بالاخره ما یک پرچم ملی داریم و پرچم ملی ما شیر و خورشید هست. پس این لینکی رو که من دادم به خانم پوران دختر روم زد، اگه مجددن بزنه میتونید ببینید که این شیر و خورشید دار شده هست و روی سه جزیره گذاشته شده و ما باید هر جایی که میتونیم جلو این سوء استفاده رو بگیریم. حتی جمهوری اسلامی بخواد از این منافع ملی و این قضیه تمامیت ارضی به نفع خودش استفاده کنه، با پرچم شیر و خورشید به راحتی میشه جلوش رو گرفت. ما بالاخره درسته که بر سر منافع ملی با جمهوری اسلامی هیچ بحثی نداریم و مشکلی هم حتی نداریم، ولی پرچم ما سر جاش هست، پرچم مبارزاتی ما شیر و خورشید هست که لینکش رو هم خانم پوراندخت لطف کرد در روم زد براشون فرستادم. امیدوارم که این پرچم استفاده بشه به جای پرچم بدون آرم و این مسئله هم بسیار مهمه. و یک قضیه دوم هم من اضافه کنم که روز دهم، یعنی دو روز دیگه، یک شنبه، جلو سفارت امارات تظاهراتی گذاشته شده. خیلی هم خوب هست، چون استقبال از همه گروه ها شده، چه مشروط خواه، جمهوری خواه، و حتی در جمهوری اسلامی این بسیجی ها خوبه. سر منافع ارضی و تمامیت ارضی ما نباید با همدیگه اختلاف داشته باشیم. اختلافات داخلیمون سر جاش هست، اختلاف بر سر نوع حکومت سر جاش هست، ولی در سر مسئله تمامیت ارضی ما مشکلی نداریم با هم دیگه و باید سر این مسائل متحد باشیم. سپاسگزارم، میکروفون رو آزاد میکنم. سپاس دکتر فروتن گرامی. با تشکر از مبارز عزیز. منصور جان، اون آهنگ بوریلو رو نداریم؟ نه، دندرل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 ندر
چون قبل از اونم انجام شده جناب آقای علی فرهمند لینکش هم فرستادن. توجه بفرمایید با لوگوی جدید این جبهه مبارزان خلیج فارس که سه پرچم ایران شیر و خورشید بهش سریع اضافه شد، چون ما پیروزیم حق با ماست، با هیچ کس هم شوخی نداریم. آقای فرهمند این لینکی که الان خدمتتون دادم، این عکس در عرض چند دقیقه یا ساعت ممکنه روی سایت فیسبوکی که شما فدید عوض بشه و این جدیده گذاشته بشه با پرچم سرنگ شیر و خورشید؟ به محضی که بنده از خدمت شما خارج شدم این کار انجام میشه و همینجا من جناب عالی و سایر مبارزان گرامی دعوت میکنم که با پیوستن خودشون این جبهه در این هدف در واقع اون چیزی که در توان دارن بگذارن و بیاری بفرمایید. دست شما درد نکنه هموطنان عزیز. اینو آمریکایی‌ها بهش میگن تیم ورک، ایرانی‌ها بهش میگن همکاری و کار گروهی، و همه رو جمعاً بهش میگن ما با کسی شوخی نداریم. دست شما درد نکنه علی فرهمند، دست شما درد نکنه مبارز نستو از داخل کشور، فرهاد تارشی از انگلیس، خانم پوراندخ از اونور اروپا، و اینجوری هست که میشود همکاری کرد، به خصوص در رابطه با مسئله بسیار مهمی مانند حاکمیت ملی. این انگلیس و عربان بگن شما کور خوندید راجع به این تنبه کوچک و تنبه بزرگ و
ابو موسی، هر چقدر هم کوچیک و بزرگ باشن به اساس مال ایران هم با کسی هم شوخی نداریم. خداحافظ آقای فرامند، خسته نباشید، تا روز یک شنبه. این نهایت سپاسگزارم، خدا نگهدار. خدا نگهدار. آقای طالشم برات ایمیل کرده منصور، این بزه باشه، چه قشنگه. اصلا یه چیزی شده، دارم میشم مثل آقای شهرام همایون، ببخشید، ولی اصلا این شیر و خورشید نبود، دلم تنگ شده بود، اصلا این خالی بود این نقشه. آخه چند سال بذاره نفسی بکشیم باش. خیلی خیلی خوب شد. عرضم به حضور شما که اجازه بده که در اینجا ما بریم و یک بخش خبری که بانو فائزه عزیز، فائزه محبی، زحمت میکشن و هر هفته ها فائزه محب زندی، ببخشید چی گفتم، محبی زند، بانو فائزه محب زندی آلدی خانم فائزه با من قهر کنن، الان اینم میگم، میگه باز اسم من اشتباه گفتن، بانو فائزه عزیز، برای همین من میگم بانو فائزه عزیز، هر هفته زحمت میکشن خلاصه اخباری رو که هنوز مهم هست در طول هفته و ما لازم می‌دونیم در برنامه جمعه پخش کنیم، چند دقیقه اون برنامه رو می‌بینیم، برمیگردیم و بعد می‌رسیم سر صحبت اصلی با شما عزیزان داخل کشور که ببینیم که چگونه با هم این ملاها رو می‌تونیم هر چه زودتر از کشور عزیزمون بیرون بکنیم، در رابطه تمام بدبختی‌هایی که به سر ما آوردن و صحبت‌های دیگه، ولی از همه مهم‌تر صدای شما رو خواهیم شنید. با ما باشید تا چند دقیقه دیگه. با درود به همگی هم‌میهنان و بینندگان عزیز سیمای نهاد مردمی، امروز جمعه 27 آوریل برابر با 8 اردیبهشت ماه 1391، من فائزه محب زندی توجه شما رو به خلاصه ای از خبرهای زیادی که در طول این هفته گذشته جلب می‌کنم. اخراج یک ایرانی از هند به اتهام جاسوسی از هموطنان برای دولت ایران. ضرب و شتم دانشجوی زندانی جواد علی خانی در حضور پدر و مادرش. حمل نفت ایران توسط شرکت‌های کشتیرانی هندی به رغم محدودیت پوشش بیمه‌ای. نگرانی آخوند مکارم شیرازی از قطع ارتباط سپاه با نظام. یک مقام ارشد نظامی روسیه برای اولین بار صراحتاً به خطر اتمی از جانب ایران اعتراف کرد. برای جا اندازی حجاب و عفاف مطلوب اسلامگرایان در جمهوری اسلامی حجاب را هم جزء اصول دین اعلام کردند. کشته و زخمی شدن 8 نفر از نیروهای سپاه پاسداران در پاوه در درگیری با حزب حیات آزاد کردستان گروه پژان. خبری که در کمتر از یک ساعت از خروجی خبرگزاری ها حذف شد. ذلت و عقب نشینی احمدی نژاد از برگزاری جشنواره خلیج فارس در ابو موسی که اون رو صلاح ندونست. به گزارش عصر ایران و به نقل از خبرگزاری فرانسه، حمایت مجدد آقای کارتر از آخوندها به بهانه جلوگیری از جنگ و انتقاد از اینکه آمریکا خود رو در نزاع‌های غیر عادلانه داره درگیر میکنه. آقای کارتر این مطلب رو در نشستی با حضور 20 نفر از دارندگان جایزه صلح نوبل در شهر شیکاگو آمریکا مطرح کردند. به گزارش صدای آمریکا، لغو مجوز کار تلویزیون پرس تیوی در بریتانیا به دنبال شکایت آقای مازیار بهاری، خبرنگار سابق نیوزوی، بعد از خروج از زندان در ایران و اعترافگیری از ایشون در زندان تحت فشار و شکنجه. به گزارش ایسنا، تحریم 2 عضو ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران به نام‌های عظیم آقاجانی و علی اکبر طباطبایی و همچنین شرکت کشتیرانی بهینه رو که در غرب آفریقا به ارسال سلاح مشغول بودند. این تحریم‌ها شامل ممنوعیت صدور ویزا و سفر و همچنین مسدود کردن دارایی‌های اونهاست. بانو نسرین ستوده، وکیل زندانی نامزد دریافت جایزه حقوق بشری مارتین آنالیز شد. 10 تن از دراویش گناه‌آبادی محکوم به محاربه شدند. اعلام نگرانی انجمن جهانی قلم از سلامت جسمانی آقای محمد سلیمانی نیا، مترجم ادبی و مدیر شبکه اجتماعی متخصصان ایران U24 در زندان اوین. به گزارش پارس اینی نیوز، سرقت و حفر آثار تاریخی در هفته گذشته شدت زیادی داشته و تونلی به عمق 12 متر در رام هرمز حفر شده.
و بقایایی از چند تابوت اشکانی در پی حفاری غیر مجاز کشف و همزمان با تخریب معبد آناهیتا 12,000 شی از انبار اشیای تاریخی یزد به سرقت رفت. یک دانشجوی ایرانی به نام مصطفی سلیمانی برای حمل مشعل المپیک در حومه شهر لندن انتخاب شد. به گزارش خبرنگار کلمه، آقای ابوالفضل قدیانی 67 ساله و عضو دربند شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که به اتهام توهین به رهبری در زندان به سر می‌برند، با فریبکاری به جای بیمارستان به دستور قاضی مقایسه به دادگاه منتقل شدند. آقای قدیانی ضمن اعتراض به رسمیت نداشتن دادگاه، علی خامنه‌ای رو تابوت زمان نامیدند و گفتند بزرگترین مبلغ علیه جمهوری اسلامی خود آقای علی خامنه‌ای که در شهر قم مردم ایران رو میکروب دونست و هم اوست که کشور رو به پرتگاه ویرونی کشنده و در دوران رهبری و مدیریتش دزدی‌های 3000 میلیاردی صورت گرفته و میگیره. اما به جای پذیرفتن اشتباهاتش در حمایت از دولت، از معترضین این روزی میخواد که قضیه رو کش ندن و بعد هم در دادگاه ابراز کردن که 50 سال مبارزه کردم که خامنه‌ای با خودکامگی سلطنت کنه. با سپاس از اینکه به این برنامه توجه کردید و با سپاس از وقتی که به من داده شد سپاسگزارم. دکتر فروتن عزیز، شاد و پیروز باشید. آدم با تشکر مجدد از گروه تلویزیون بانو فائزه عزیز برای دستچین کردن این اخبار و به طور متمرکز در طول چند دقیقه واقعا یک دستچینی از این خبرهایی که آدم هر کدومش رو میشنوه میخواد تو سرش بزنه که چقدر این جمهوری اسلامی بدبخته، چقدر بی سواده، چقدر دزده، چقدر جنایتکاره، چقدر بر علیه حقوق بشر کار میکنه، چقدر بر علیه رفاه مردم ایران کار میکنه، پول مردم ایران، آسایش مردم ایران، رفاه مردم ایران، آزادی مردم ایران، آینده مردم ایران، همه رو به باد داده به خاطر چند نفری که با ریش و پشم اونجا نشستن و خودشون رو نماینده خدا میدونن. میگن خدا به ما گفته اینجوری و ما داریم انجام میدیم. ببینید که جهل، بدبختی، سیاهی، بیفکری، ببینید جهل در این زمان، در این قرن 21 تا چه مقدار و متاسفانه جهل و نادانی بعضی از هموطنان ما که اینا رو قبول میکنن که با چشم خودشون میبینن بدبختی مردم و بیچارگی کودکان خیابانی، بیپولی، کثافت، رشوه، بددهنی، همه رو میبینن ولی میگویند رهبر ما علی خامنه‌ای گفته، خدا گفت. به درست میشه. بعضی از اینا با واقعا نسل‌های جدید باید عوض بشه، ولی فکر ما برنامه‌ای هستن، پروژه‌ای هستن که نشون دادن در کشورهای دیگه کار میکنن که خیلی سریع در عرض چند ماه یا چند سال میشود با اطلاعات درست و از طریق متدهای درست مردم رو آگاه کرد و واقعا این چیزهایی رو که سالها، خرافاتی رو که سالها توی مغز این مردم، این آخوندهای بی سواد گذاشتن، بشه اونها رو واقعا بهبود داد و حقایق رو مردم نشون داد، رفاه رو نشون داد. وقتی که لمس بکنن رفاه و آزادی رو، احترام به همدیگر رو، میشود اجتماع و از اجتماع رو بسیار بسیار بهتر کرد. هموطنان عزیز، در طول همین پخش این اخبار همون عکس که مبارز نستور نشون داده بود روی سایت فیسبوک، آقای فرهاد طالشی از انگلیس، یکی از همکاران و همرزمان ما در گروه تلویزیون، ایشون هم نیز اون عکس و تمیزش رو برای بنده ایمیل کردن. منصور جان صفحه کامپیوتر من نشون بده که اینم الان بزرگش هم بکنم، ببینید که چقدر عالیه. و این هم تقدیمیه نهاد مردمی و عزیزانمون به این جبهه مدافعین خلیج فارس که این رو دوستان لطف کنن به ایمیل شخصی منم ایمیل بکنن که من مستقیم برای آقای علی فرهمند بفرستم. بسیار عالی. خب
همجوری که میدونید چند روز پیش یک دیپلمات سیاستمدار جمهوری اسلامی رده سوم در سفارت جمهوری اسلامی در برزیل، خودش میگه زور بود و تو دفتر بودم و کلی کار کرده بودم و برای مردم ایران و کسانی که در برزیل احتیاج به خدمات من داشتن زحمت میکشیدم و بسیار کار کرده بودم 2-3 ساعت و واقعا دیگه از خستگی و گرما نمیدونستم چه بکنم، گفتم برم یک دونه کلوپ بسیار معتبر و گرون اونجا شنا بکنم، خستگی 2-3 ساعتم از بدنم در بیاد، 2 ساعت کار در سفارت جمهوری اسلامی برم خستگیمو در بکنم. میرن و لباسشون عوض میکنن و مایه تنشون میکنن میپرن تو آب، بعد همینجوری زیرابی که میرفتن میبینن که این حوری های دریایی خداوند برایشون 4-5-6 تا حوری فرستاده، حوری ها دخترهای 9 ساله تا 15 ساله که ایشون این همه خسته شده زحمت کشیده برای مردم ایران در کشور برزیل، خلاصه بگه خب بفهمینم 5-6 تا حوری تو آب. ایشون هم گفته خب حالا که خدا فرستاده پس اجازه بدید من این حوری ها رو دست بذارم ببینم اینا واقعا حوری هستن نکنه خواب میبینم. خلاصه بعد یه دست به این خانم یه دست به این دختر بچه 9 ساله این حرفا، تا اینکه این دختر خانمای بیچاره جیغشون در میاد، پدر مادرشون میریزن، آقا رو میکشن بیرون، میخوان بزنن تیکو پارش بکنن و بکشنش همونجا، به خاطر اینکه این فرد بی همه چیز دست به دختر مردم زده توی استخر، تا ماموران امنیتی میان و جلوگیری میکنن از کتک خوردن این آقا، میبرنش کلانتری، بعد میبینن که مسئولیت سیاسی داره و ولش میکنن. جمهوری اسلامی هم از ترسش اینا رو آقا رو میگه پاشو بیا، اسمش هم دیروز گفتم دوستان ایاتون اسمشو بگین، قرار شد اگه شماره تلفن منزل و آدرس آقا رو دارید بدید که ما بدیم مردم ایران بدونن، شاید بخوام برن با ایشون یا فامیلشون صحبت بکنن بگن که نظرشون چه هست در رابطه که در رابطه با که این آقا دست دادن به دخترای 9 ساله مردم. حالا از همه بدتر آبروریزتر اینه که سفارت اونجا نمایندگی جمهوری اسلامی آخوندها و علی خامنه‌ای به دنیا و برزیل میگه شلوغش نکنیم بابا، یک سوء تفاهم فرهنگی بوده، اصلا در فرهنگ ایران رسمه که دخترای 9 ساله رو مردای 51 ساله تو آب دست بزنن، اصلا سوء تفاهم فرهنگیه این چیزها، یعنی ببین شرم و دروغ و کثافت و آبروریزی تا چه حد. بچه‌های نهاد مردمی در عرض 48 ساعت اومدن با یه پیشنهاد بسیار خوبی که دکتر عبداللهی داده بودن، فرهاد تالشی و خانم فائزه و پرویز حدادی‌زاده و توسل رفیعی و دکتر بیژن کریمی و آقای کسرا ایرانی و چند نفر دیگه که اسمشون الان همه یادم نیست، منصور و خود من، اینا خلاصه گفتیم آقا این متن رو بنویسیم، اینجوری بکنیم، ویدیو درست بکنیم، دی وی دی درست کنیم، یه نامه بفرستیم و با دی وی دی اینو به این برزیلیا بگیم بابا سوء تفاهم فرهنگی نیست، این ملاها مردم ایران دخترای 9 ساله ایرانی رو تجاوز میکنن، 10 تا 10 تا سیغه میکنن و 100 تا 100 تا نمیدونم 1000 بدبختی میکنن، تجاوز میکنن دخترها و پسرها، من مصباح یزدی اصلا گفته بله تجاوز کنید به پسرها و دخترها در زندان به خاطر اینکه ازشون الکی بخواید اعتراف گناه از اینا بگیرید. این هست کثافت این رژیمی که داره بر مردم ایران حکومت میکنه. همینا رو گفتم، خلاصه ما این کار رو انجام دادیم، ویدیو رو هم الان خدمتتون نشون میدم به زبان فارسی و انگلیسی. دیروزم پرویز حدادی‌زاده از یکی از آشناهای و کسایی که آمریکایی و برزیلی مثل این میشناخت، مثل اینکه ظاهرا یه صدا و تکست هم به زبان برزیلی درست کردن، البته اون هنوز تو اون پکیج سفارت نرفته چون ما دیروز فرستاده بودیم، حالا لینک یوتیوبش هم میفرستیم برای سفارت ببینن. این ویدیو بالا به زبان فارسیشو ببینید چون به زبان انگلیسی ما به زبان انگلیسی برای سفارت فرستادیم، ولی فارسیشو تو دقیقه است نگاه می‌کنیم برمیگردیم و من این توضیح دیگه در رابطه با اون می‌خواستم خدمتتون بدم. رفتار ناشایست دیپلمات جمهوری اسلامی آنقدر منزجر کننده بود که ما تصمیم گرفتیم این ویدیو را برای شما تهیه کنیم.
رژیم وحشی جمهوری اسلامی هیچ اعتنا به شأن انسانی نداشته و حتی مردم سرزمین خود را نیز مورد شکنجه و تجاوز جنسی قرار می‌دهد. این رژیم تروریستی طی 33 سال گذشته ایرانیان سرخ دوست را سرکوب کرده و با رفتار شرم‌آور خود آبروی کشورمان را به لجن کشیده است. ما عملکرد این دیپلمات هرزه را شدیداً محکوم کرده و به نمایندگی از مردم ایران از شما برای این رفتار بدون توجیه پوزش می‌طلبیم. خب همونجور خدمتتون عرض کردم دو تا پوشه بسیار شیک قشنگ با نامه نهاد مردمی با امضای سخنگوی نهاد مردمی با یک DVD از این ویدیو در نامه توضیح و عذرخواهی از مردم برزیل از طرف مردم ایران و نهاد مردمی دو تا پکیج درست شد، فدکس شد با پست یک شبه که امروز صبح میرسه به دست کنسولگری برزیل در لس آنجلس و همچنین سفارت برزیل در واشنگتن. در ضمن در همین چند دقیقه که دو دقیقه صحبت می‌کردیم آقای علی فرهمند ایمیل زدن و لینک سایت فیسبوک جبهه مدافعان خلیج فارس رو برای من فرستادن که منصور اگه اون چیز از زیر برداره می‌بینیم که عکسش پرچم شیر و خورشید شد. هموطنان عزیز دست شما درد نکنه، همه عزیزانی که در این عرض 30 دقیقه گذشته کار به این مهمی رو انجام دادن. هموطنان عزیز، من وقتی هم چیزی رو میبینم واقعا برای چند هزارمین بار به من ثابت میشه که اون ایده‌ای که نهاد مردمی داشت اگر یک کم دنبالش رو بگیریم چقدر قدرتمنده. در یک برنامه تلویزیونی زنده بنده اومدم با آقای علی فرهمند صحبت کردم، عکسی رو ایشون زحمت کشیدن درست شده برای این کار بسیار مهم، بنده برای اولین بار دیدم روش پرچم نداره. سوال کردم، یکی از ایران، یکی از انگلیس، یکی از اروپا همون حرفو زدن، عکسو میگیرن، سرنگ شیر و خورشید از توش میذارن، میفرستن، فرستاده میشه به علی فرهمند اونور دنیا و در عرض چند دقیقه میاد روی سایت اینترنتی. این رو بهش میگن همکاری. شما این نمونه رو بگیرید، زب در هزار بکنید، ببینید اگر ما ایرانیان با این همه سازمان و جبهه و حزب و دست و فلان 2-5% با هم همکاری بکنیم چه قدرتی میشویم، تا اینکه هر روز هر کدوم بشینیم یه ایمیل رو به هم دیگه هی بفرستیم، حالا یا شعر باشه یا عکس باشه، این حرفا دوباره و سه باره و ده باره و صد باره کار کردن و سر یه سری چیزایی با هم دعوا کردن. راه ما درسته، یک کم بیشتر همبستگی، یک کم نیرو، پشتیبانی شما، مطمئن باشید که پیروز خواهیم شد. دست همتون درد نکنه، اینم از این. حالا من راجبه مال برزیل برای چی گفتم؟ برای اینکه این کار انجام شد، بعد دیروز در عرض 24 ساعت وقتی که این ویدیو پخش شد یک پیامی اومده از طرف آقای دکتر علی اکبر امید مهر که از اعضای کمپین سفارت سبز هستن. نشون بده صفحه تلویزیون منو که من ایشون رو ندیدم، یه دفعه مثل اینکه در تلویزیون مصاحبه داشتیم، در جلساتی هم بعضی جاها با هم هستیم. با تشکر از دکتر فروتن عزیز به خاطر این کار زیبا و به موقع از جدا کردن این بیماران روانی حاکم بر ایران با اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران که معترض اقدام ضد بشری و ضد نرم‌های طبیعی انسانی دیپلمات پدوفایلی که آبروی ایران را با کار زشت و کثیفش برد، در پی نامه‌ای که همان روز کمپین سفارت سبز به وزارت خارجه برزیل فرستاد، با اجازه شما این ویدیو زیبانی ارسال گردید. با مهر، امید مهر. همتان عزیز، کمپین سفارت سبز که یک سازمان سیاسی هست از پشتیبانان نهاد مردمی نیست، اشکالی هم نداره، نگفتیم که چرا نمیای این حرفا، ولی داریم برسات با هم کار میکنیم. ولی همینی که یک عضو دیگر اپوزیسیون که دارن به موازی در رابطه با کار دیگه کار میکنن بر علیه جمهوری اسلامی میان و میگن که نهاد مردمی دستتون در نکنه، کارتون زیبا بود، به موقع بود، درست بود و ما هم که یه نامه دیگه از طرف خودمون فرستادیم، این ویدیو شما رو استفاده کردیم،
آخه اینو بهش میگن همکاری، اینو بهش میگن صداقت، اینو بهش میگن که حسود نبودن، اینو بهش میگن که واقعا یه کاری رو بهش انجام داد. و بنده هم اومدم از ایشون تشکر کردم. ببینید این الان اون 4 جعبه نهاد مردمی یادتونه که اول ارتباط و بعد همکاری و بعد اعتماد و بعد همبستگی، الان با همین 2-3 جلسه‌ای که ما با این گروه داشتیم و همین ایمیلی که ایشون زدن و من الان نشون دادم، من فکر کنم 3 از این جعبه رو پیش رفتیم. ارتباط رو چند هفته پیش شروع کردیم با دعوتی که همین آقای علی فرهمند با تایید و درخواست آقای دکتر بیژن کریمی ناظر بر مدیریت اجرایی کردن از نمایندگان کمپین سبز، سفارت سبز. نهاد مردمی بخیل نبود که آقا اینا چون نیومدن پشتیبانی بکنن از نهاد مردمی، پس اصلا تلویزیون نیاریمشون. مصاحبه کردیم، صحبت کردیم، برنامه گذاشتیم، برنامه پلتاک گذاشتیم، گفتگو کردیم، اون شد ارتباط. یکی 2-3 جای دیگه هم که نشستیم، جای دیگه برای انسجام ایران داریم همکاری میکنیم، اون ادامه ارتباطه. و بعد جاهای دیگه شروع کردیم همکاری. این هم الان کاری که انجام شد، این یکم همکاری دیگه. یه نامه خودشون نوشتن از طرف کمپین سفارت سبز به سفارت برزیل تو همین مایه‌های ببخشید و این آخونده نماینده ایران نیستن، ولی اومدن ویدیویی که نازیر توش نوشته نهاد مردمی رو گفتن اینم فرستادین. بخیل نیستن، حسود هم نیستن، اجازه هم نگرفتن چون ما برای این آزادی ایران درست کردیم و فرستادن. بنده اومدم تو تلویزیون راجع به این اشاره کردم. پس دیگه از ارتباط ما گذشتیم و رسیدیم به همکاری و الان توی جعبه سوم هستیم که تقریبا داریم میرسیم به اعتماد. 2-3 پروژه دیگه اینجوری با هم کار کنیم، این اعتماد هم میشه و بعد فوری بعد از اون این همبستگی مسلماً بدونید که ایجاد میشه. هموطنان عزیز، سازمان‌های سیاسی، گروه‌های سیاسی، نهاد مردمی از شما دعوت میکنه تشریف بیارید. اگر لازم دارید، اگر احتیاج دارید به ساعتی دقایقی در یک برنامه تلویزیونی که مردم ایران بهش اعتماد دارن، مشخصه که چقدر اعتماد دارن، کار میکنن، صحبت میکنن، ایمیل میفرستن، نامه میفرستن، صداشون رو پخش میکنن، مایل هستید اینجا بیایید، قدم اول ارتباط رو با هم داشته باشیم، در 1-2 پروژه با هم همکاری بکنیم. مسلم بدونید که اعتماد برقرار خواهد شد اگر کارها و همکاری رو صداقت باشه و 100% هر چه زودتر خواهیم رسید به اون همبستگی که همه ما به دنبالش هستیم، برای اینکه وقت کم است. با تشکر از آقای علی اکبر امیدمهر برای فرستادن این پیام و دستتون درد نکنه برای کار مهمی که شما انجام دادید. هموطنان عزیز، چندی پیش گروه تلویزیون بر فیلمی رو درست کرد در رابطه با فقر بچه‌های خیابانی، حداقل فکر کنم یک بار فقط در سیمای نهاد مردمی پخش شد. زحمت بسیاری بود که کشیده شد، مثل اینکه فرهنگ بود، فرهنگ وارسته. چندی پیش، یه ما دو ماه پیش، چند تا عکس فرستاده بود که ببینید اینا رو، بچه‌ها رو، همش عکس این بچه‌های خیابونی رو واسه ما فرهنگ می‌فرسته، بیگناه، گوشه خیابون و بعد تمام واقعا بدبختی هایی که مردم در داخل کشور دارن، کلیه فروختن و غیره این حرفا. این پروژه 2 طول کشید و با زحمت چندی از دوستان در گروه تلویزیون در داخل و خارج از کشور ویدیوی درست شد، یک بار پخش شد، بسیار زیبا و مستند. و بعضی از ویدیوهای داخلش خب کارهاییست که ویدیوهایی که از جای دیگه گرفته شده. اجازه بدید با هم نگاه بکنیم و بعد از اون خط تلفن ها رو باز بکنیم که شما ما با صحبت بکنید، به ما بگویید که بعد از این کثافت کاری هایی که جمهوری اسلامی هر روز داره در جهان انجام میده، آیا شما هم هنوز این رژیم رو میخواهید یا نه؟ و به خصوص بگید که فردا که رژیم عوض شد، اولین کاری که شما میخواهید رژیم این حکومت آینده ایران، حکومت ایران آزاد، در اون روزهای اول، در 48 ساعت اول، در 72 ساعت اول، شما اگر نخست وزیر بودید، اگر جزو این گروه کمیته مدیریت کشور یا هر چیزی روش بذاریم برای دوران گذار بودید، شما چه میکردید؟ شما چه قانونی رو فوری عوض میکردید؟ چه میکردید؟ اول این ویدیو رو با هم نگاه میکنیم، چند دقیقه برمیگردیم و بعد خطای تلفن رو باز میکنیم. با ما باشید. کودکان خیابانی یا کودکان کار به کودکانی اطلاق می شود که برای ادامه حیات و رفع نیازهای روزمره خود و گاه خانواده نیازمند به کار هستند و معمولاً تعداد زیادی از این کودکان در خیابانها می خوابند. اما کودکانی هم وجود دارند که نانآور خانواده می باشند و
و هر روز در خیابان ها کار می کنند و شبها به خانه می روند، که البته هر دو دسته از این کودکان، چه آنهایی که شب و روز در خیابان ها به سر می برند و چه آنهایی که شبها به خانه می روند، همگی مورد آزار و اذیت و تحت تأثیر رفتارهای غیر انسانی قرار می گیرند. از رایج‌ترین آزارها می توان تجاوزات جنسی، مجبور کردنشان به فروش مواد مخدر و یا دزدی را نام برد. متاسفانه تعداد این کودکان رو به افزایش است که علل اصلی آن فقر یا از هم پاشیدگی خانواده ها، اعتیاد و فشارهای روحی و روانی به کودکان است که آنان را ناچار به فرار از خانواده و کار و زندگی در خیابان می کند. معمولا این کودکان روح و روانی افسرده، خشمگین، انتقامجو و حسود دارند و احساس ناامنی و ترس نیز در آنان به وفور دیده می شود و از لحاظ جسمی نیز دارای انواع بیماری هایی چون مشکل تنفسی، بیماری های دهان و دندان، عفونت ها، کاهش وزن و قد، کمخونی، بیماری های قلبی، چشمی و ده ها نوع دیگر بیماری هستند. مطلبی که بسیار حائز اهمیت می باشد این است که شاید بسیاری بگویند که این کودکان در تمامی کشورها هستند و تنها مختص به سرزمین ما نیست، اما در اینجا توجه شما را به مطلبی بسیار مهم جلب می کنیم. هموطن، کشور ما کشوری ثروتمند و دارای سرمایه های عظیم می باشد و از فروش نفت، گاز، معادن، برق، آب و بسیار چیزهای دیگر درآمد هنگفتی دارد. و آیا به راستی کودکان سرزمین من و شما سهمشان این است که این گونه در رنج و غم و سختی به سر ببرند؟ ما مسئولیم و باید این مشکل کودکان و میهنمان را به طور جدی مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم که سرمایه های ملی نصیب چه کسانی می شود و در چه کارهایی مورد استفاده قرار می گیرد که فرزندان میهنمان این گونه روزگار می گذرانند. مسئله آخرم مسئله سومالیه. واقعا خواب را از چشم آدم می گیره. منظرها وقتی آدم میبینه نمیتونه گریه نکنه، وقتی میبینه یه بچه سیاه سومالی عشق داد از چشمش میریزه و با این چشم شهرت میگه من گرسنه‌ام، من تشنه‌ام، من مریضم، من دوا میخوام و کسی به دادش نمیرسه، میشه میتونه آدم راحت بشینه و بخوابه. من دارم از 6 صبح کار میکنم تا 8 شب، اما خب درآمد من جوابگوی هزینه ما نیست، چون من علاوه بر خرج خودم دو تا خواهر دیگه هم خرج اونها رو هم میدم. برای گرفتن کمکی ها وام جای مختلفی رفتم که همشون جوابشون منفی بود، اما جایی هم که جواب مثبت میدادن خب قصد سوء استفاده کردن از منو داشتن، یعنی یه افکار زشتی داشتن. نمیخوام اسم بیارم، اما تو جاهای دولتی کسایی بودن که میگفتن تو احتیاج به کمک نداری، با این قیافت میتونی یک ماه همه قرضات هم بدی. خب شما میفهمید که منظور من چیه دیگه. واقعا از نگاهشون حالم به هم میخوره. این بود که رفتم سراغ کسایی که پول نزور میدن و ازشون پول قرض گرفتم. الانم اگه تو دو هفته دیگه پولشون رو پس ندم کارم به زندان میکشه. مثلا خواهرم کوچیکه مثلا میگفت آره بریم کلیه هامونو بفروشیم و خیلی داشتن همینجور شوخی میکردن و بریم بفروشیم. مثلا من همین موضوع رو گرفتم، گفتم مگه میشه همچین چیزی؟ سن نشنده بودم. باز گفتم شاید اینم یه راهیه واسه من دیگه، باز شده دیگه جدی گرفتم چون دیگه راهی نداشتم باید این کارو میکردم. احساس خوبی ندارم صد درصد. شاید اگر روزی بود یکی از عزیزانم یا حتی خیلی یکی از یه هموطن یه دوست به شرایطی قرار می گرفت که همینطور می خواستم هدیه کنم، اصلا مطمئنم خیلی خوشحال بودم. اصلا شاید اون غمی که الان تو وجودم نه، اصلا غم که چه عرض کنم، خیلی هم خوشحال بودم. قابل شما رو ندارم اصلا پولش جدا خیلی زحمت کشید.
بدونی که من متوجهم. خب مریم رفته بود آزمایش رو برای اهدای کلیه برای فروش، حالا به خاطر بچه داشتنمون مجبور شده بود که این کارو نکنه، که اومد با من در جریان گذاشت به فکر خودم رسید که این کارو بکنم. سرمش اینجا بود یقیناً در این اختلاف طبقاتی و بی‌عدالتی اجتماعی، مسئولین نظام مدیریتی کشور را باید زیر سوال برده و محکوم و مؤاخذه نمود. طبق گزارش فردا، بر اساس گزارش حساب‌های مالی بانک مرکزی، درآمد سالانه هر خانواده ایرانی 4 نفره برابر است با 20,556,000 تومان. و اگر همه مردم چنین درآمدی داشتند، واقعا مشکلی نبود. واقعیت این است که در ایران 90% نقدینگی در دست 8% مردم است و این تقسیم ناعادلانه رقم میانگین را به صورت فریبندهی بالا میبرد، ولی میانگینی که بیانگر واقعی درآمد سالانه یک خانواده است در حدود 5,000,000 تومان می باشد که بسیار ناچیز است. اما با وجود میلیاردها دلار درآمد سالانه از فروش نفت و گاز، چرا ایرانیان به طور کلی فقیر شدند و کودکان مجبور به کار کردن در خیابانها می باشند؟ به راستی پول و درآمد ملی ایرانیان به چه مصرفی می رسد؟ و چه کسی پاسخگوی چنین بی‌نظمی می باشد؟ قطعاً دو علت اساسی را می توانیم مورد ارزیابی قرار دهیم. ابتدا توزیع ناعادلانه درآمد وجود دارد. دوم اینکه درآمد میهن در جایی به غیر از نیازهای خود میهن مورد استفاده قرار می گیرد که در هر دو حال نشان بی‌لیاقتی مسئولین و عدم آگاهی از مدیریت صحیح اقتصادی است. طبق گزارش بانک جهانی که درباره اختلاف طبقاتی در ایران منتشر شده، نزدیک به نیمی از درآمد کل کشور متعلق به قشر ثروتمندان کشور است که این خود موجب اختلاف طبقاتی و فقر و بی‌نظمی اقتصادی کشور گردیده است. حال باید بررسی کرد که چه کسانی قشر ثروتمند به حساب می آیند و با این ثروت ملی چه سرمایه گذاری هایی انجام می دهند. طبق بسیاری از شواهد، اکثر سرمایه گذاران ایرانی که در خارج از میهن سرمایه گذاری های بسیار بزرگ شخصی دارند، کسانی هستند که در این نظام رشد و پرورش یافتند و فرزندان مسئولینی هستند که در رأس نظام قرار دارند، چون فرزندان رفسنجانی، خامنه‌ای و غیره، که هر کنام با سرمایه های ملی ما در کشورهای متعدد سرمایه گذاری های کلان شخصی انجام دادند. یکی جاده خریداری کرده است، دیگری هتل، آن یکی فروشگاه های زنجیره‌ای میلیارد دلاری و آن دیگری هم که کاملا مملکت را بی صاحب دیده و دیگر قانع به داد و ستدهای بانکی نیست و با طمع‌کاری می‌خواهد ره 100 ساله را یک شبه طی کند، با کامیون شمش‌های طلا و جواهرات و ارزهای خارجی یعنی پول‌های مردم ایران را از طریق ترکیه خارج می‌کند که توسط دولت ترکیه ضبط و تصاحب می‌شود و برای اینکه نقاب‌ها از چهره‌ها پس زده نشود، هیچ کس مسئولیت این دزدی را به عهده نمی‌گیرد که پس از سالها هنوز سرمایه ملی میهن ما در دست دولت ترکیه می باشد و صدها دزدی و چپاول دیگری که محرمانه انجام شده و ما از آن بیخبریم.
مطلبی که آشکارا روشن است، سرمایه گذاری هایی است که طبق گفته های حسن عباسی ایران بر روی گروه های تروریستی حماس و حزب الله انجام داده که آن هم نه برای منافع مردم و ایران، بلکه برای حفظ و دفاع از نظام انجام شده که اگر روزی فرزندان ایران همچون 22 بهمن گذشته برخواستند و حق خود را طلب کردند، جمهوری اسلامی ننگین هم بتواند از بسیجیان لبنانی و فلسطینی باج بگیرشان برای به خاک و خون کشیدن فرزندان ایران استفاده کند. در واقع میتوان در این پیام و گزارش به دو نتیجه رسید. ابتدا اینکه گروهی به نام آقازاده ها یا فرزندان مسئولین نظام جمهوری اسلامی سرمایه های ملی میهن را یکی پس از دیگری از ایران خارج می کنند و گروهی دیگر هم از طریق دو گروه تروریستی حماس و حزب الله مراقب هستند که هیچ چیز و هیچ کس مانع چپاول ها، جنایات و دزدی های نظام نشود. هموطن، باید باور کنیم که کشور و مردم ما را 33 سال است که به گروگان گرفتند و منافع ما با آنان یکی نیست و تا زمانی که این نظام ایرانی ستیز و بیگانه پرست بر سر کار هست، فقر و کودکان خیابانی نیز هست و روز به روز هم در حال افزایش خواهد بود. تنها مسیر رهایی میهن از این بحران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، ایستادن در مقابل این نظام چپاولگر و باز پس گرفتن میهن از دستگران است. و همان گونه که میدانید، کودکان هر کشوری سرمایه های آن مملکت محسوب شده و آینده آن کشور را رقم میزنند. حال ای هموطن، بیندیشیم کشور عزیز ما ایران با این ناهنجاری ها و این نوجوانان و کودکان بیمار به راستی چه آینده ای را در پیش روی خواهد داشت؟
شماره استودیو رو لطفاً بذارید. هموطنان عزیز از داخل کشور زنگ بزنید، به خصوص اونهایی که زنگ میزنن و میگن جمهوری اسلامی و علی خامنه ای ایران رو در رفاه گذاشته. بیاید بگید که این چیزایی رو که دیدید آیا دروغه، درسته؟ نظر شما چیست؟ شما دیدید داستان‌های شبیه به این کلیه فروشی و بچه‌های خیابون غیری در داخل کشور؟ اگر دیدید و باور دارید بگید، اگه فکر می‌کنید دروغم هست بگید. و به خصوص اینکه فردای ایران در روز آزادی ایران شما انتظارتون از حکومت ایران آزاد در 48 ساعت اول چیست؟ در اون 48 ساعت اول اگر شما مسئولیتی داشتی در رابطه با اداره کشور در 48 ساعت اول بعد از انحلال و فروپاشی حکومت ملاها، شما چه میکردید؟ چه قانونی رو عوض میکردید؟ با تشکر از عزیزان ما در گروه تلویزیون، باز هم نمونه دیگه از همکاری، یک ایده از داخل کشور، فرهنگ وارسته با یه سری عکس، و بعد از چند هفته و چند ماه گروه تلویزیونی تالشی و فائزه بود و تمام دستنکاران یه که نوشتن و من الان اسمش نیست. و تالشی جان، این تو این بعد اون کردیت های خودتون رو میذاشتین، حالا ورژن بعدیش رو لطفا بذارید چیز به این خوبی، به اضافه کردیت فیلم هایی که احیانا داشتید از جای دیگه اومده. اجازه از مبارز نستوه درخواست کنم که یک صحبت کوتاه بکنه، تمام خط های تلفن پر شده. مبارز جان بفرمایید از داخل کشور. سپاس دکتر فروتن، درود مجدد. من سریع اشاره کنم چون مسئله اقتصادی حقیقتاً مسئله ای هست که همه ملت ایران روش متفق القول هستند. بلایی همه اینها هر روز هم بیشتر داره میشه و فکر نکنم کسی باشه بتونه این رو نفی کنه، نه حتی از داخل کشور، مگر اینکه یک عده وابسته باشن جز اون 3% قشر ثروتمند. وقتی هم میگیم ثروتمند یعنی اون 3% کل ثروت 97% جامعه ایران رو در جیب میریزه که تشکیل شده از خود همین آقازاده ها. خب 3% رو شما ضرب کنید در جمعیت کشور ایران، تقریبا 2 میلیون ضرب در 70 میلیون میشه تقریبا 2,100,000 نفر جمعیت میلیاردر داریم و بقیه هم زیر خط طبقاتی است. ببینید، اگه از ملت ایران بپرسید که فردای آزادی، فردای رفتن ملاها چه چیزی رو میخوان، مسلما همه میگن ما یک رفاه اقتصادی میخوایم، یک نظامی میخواییم که جلو دزدی ها رو بگیره. اینها چیز وام برمیاد. حالا من به قشر سیاسی و غیره کار ندارم که نوع نظام رو حالا میخوان یا هر چیز دیگه، ولی این رو میگن. ما باید به فکر، یعنی اپوزیسیون منظورم، نهاد مردمی منظورم، باید برنامه اقتصادی ارائه بده، یک برنامه ارائه بده که ثروت رو بتونه تقسیم کنه، یک برنامه مالیاتی ارائه بده که قرار بگیرن. یعنی ما نه قشر ثروتمند میلیاردری داشته باشیم، نه اون قشر فقیر زیر خط فقر که برای نون شبش کلیه بفروشه. باید یک برنامه مالیاتی ارائه داده بشه، مردم ایران بخونن، آگاه بشن و روی این مسائل کار بشه. من یه مورد دیگر رو هم سریع بگم. ببینید، فرصت الان مناسب هست، ولی نذارید این فرصت از دست بره. من متاسفانه فرصت تظاهرات های آنچنانی در کشور و مشکلاتی که با رژیم دارن باقیه
و جامعه جهانی میتونه پشتیبان اپوزیسیون باشه. اگر این فرصت هم از دست رفت، اگر مذاکراتی صورت گرفت در بغداد و بقیه جاها که رژیم به توافقات رسید، متاسفانه این آخرین تیر رو هم از دست خواهیم داد و خیلی باید صبر کنیم که دیگه دوباره حرکتی به وجود بیاد. میبینید که فقر که زیاد شد در جامعه، متاسفانه دست و پای ملت بسته میشه، نه اینکه سودی داشته باشه. پس اشتراکات سرنگونی خواهان خیلی زیاده. همین الان دیدیم که هیچ کدام از ما سر پرچم شیر و خورشید با هم دعوا نداشتیم، قشنگ اومد تعویض شد، همه نشستیم و مشکلات حل شد. یعنی اگه یک جای دیگه بود که اصلاح طلبان بودن، الان باید وای میسیدیم دعوا کردن که حالا یکی بذاره یکی شیر و خورشید نذاره و از اینها. پس میخوام بگم که ما اشتراکاتمون خیلی زیاده در اپوزیسیون، منظورم اپوزیسیون سرنگونی طلب هست. پس این فرصت جهانی رو قدر بدونیم و انجامش بدیم. سپاس از تایم و هم میکروفون رها. با تشکر از مبارز نستو، هاونتاران عزیز توجه بفرمایید. یک جوان، نمیدونم من مبارز چند سالشه، فکر کنم حدود 25 جا باید پایین تر، یک جوان ایرانی از داخل کشور به نظر من به اندازه 1000 تا از این به اصطلاح اپوزیسیون میفهمه که هنوز میخوان اصلاح طلبی بکنن. تازه پشت پرده ممکنه بگن بله یه عدد 50 رو قبول داریم، ولی اینقدر جرئت ندارن بیان تو تلویزیون حرفا هم بگن. این زمانا گذشت، تموم شد و رفت، مردم از اونها هم گذشتن. و دقیقاً حرفی که مبارز زد و دلیلی که من اصلا این بحث رو آوردم جلو و این فیلم رو دوباره میزشون دادم، به خاطر تشکیل شورای دوران گذار نهاد مردمی است. همینطوری که ایشون گفتن، مردم علاوه بر اینکه این رژیم بده، باید بدونن که برای چی میخوان بیان تو خیابون پس ورد و خدای نکرده کشته بشن، شلاق بخورن، باز برن زندان تا وقتی که ایران آزاد بشه، به چه دلیل. و اپوزیسیون درست و سیستماتیک باید ارائه برنامه بکنه و تا الان کسی نکرده. یکی دو تا سازمان جنبش ایران فردا 6 7 8 سال پیش کاری رو روشنمایی رو ارائه داد، ولی اونها الان قدیمی شده. بنابراین از شما بار دیگر اینجا دعوت میکنم، از تک تک شما عزیزان، متخصصان، کسانی که هم اکنون دارید در وزارتخانه جمهوری اسلامی کار میکنید ولی دلتون برای ایران میتپه، ولی خون دارید میخورید، مخالف این رژیم ریش و پشم و کثافت و بوگند هستید، شما هستید که برنامه دارید، شما هستید که متخصصان هستید، به اضافه کسانی که در خارج هستن، یک روشنمای 200 صفحه‌ای 150 صفحه‌ای در رابطه با اقتصاد کشور، چه کار باید کرد در 90 روز اول بعد از فروپاشی و انحلال این کشور که وضع اقتصادی کشور، وضع مالیاتی کشور، وضع بیمه کشور، بیمه اجتماعی، کمک به مردم، آگاهی، رسانه، آزادی، چه باید بکنیم. مردم که این رو ببینن، مردم اون رو میخوان، مردم رفاه میخوان، فقط نه اینکه آقا حقوق بشر. حقوق بشر رو باید بشه لمس کرد. اون موقع است که ما میتونیم توده مردم رو داشته باشیم و اون موقع است که با اون سلاح و ابزار باید بریم با تمام رسانه‌های دیگه صحبت بکنیم که به جایی که روزی 24 ساعت فقر و جنایت و اعدام عزیزان ما در ایران بذارن، رقص و موزیک و جوک و فلان این حرفا گذاشتن که مردم حواسشون نباشه چی به چی هست. به اونم خواهیم رسید، ولی الان زمان این نیست که این کارا رو با هم انجام بدهیم. خواهش میکنم با ایمیل نهاد از nahadmardomi.com ایمیل تماس بگیرید، بگید کی هستید، بگید چه تخصصی دارید، چه برنامه‌ای دارید. به زودی فراخوانی از گروه ناظر فرستاده میشه برای تک تک شما، برای گروه مدیریت، برای شورای دوران گذار، که این برنامه ریزی ها باید بشه. و همین جوری که مبارز گفت، یک شاید یک شانس دیگه بیشتر نداشته باشیم. تعداد بسیاری از سازمان‌های مطرح، چون هر سازمانی هم مطرح نیست بگن آقا ما سازمان داریم، یک سری سازمان مطرح، یک سری سازمان‌ها و احزاب استخونداری که سالها کار کردن، یک سری سازمان‌هایی که صداقتشون نشون دادن و رسانه‌هایی که احتمالاً نشون دادن، دارن دور هم جمع میشن. امیدواریم تا چند هفته دیگر بتونیم که طرحی رو که بتونیم همه با هم بر اون کار بکنیم و به ملت ایران پیشنهاد بکنیم. درود بر شما. استودیو نهاد مردمی، صداتون پخش میشه، بفهمید. الو بفهمید. جونم بفهمید. برنامه نهاد مردمی؟ بله بله، من ایمان فروتن هستم، بفهمید. میخواستم صحبت کنم در مورد برنامه. بفهمید، الان صداتون پخش میشه، صحبت کنید، بفهمید. بعد با آقای مجری میخواستم صحبت کنم. من مجری هستم، تا شما صداتون خودتون بشنوین یه دقیقه طول داره، بفهمید، صحبت کنید. درست. من از ایران تماس میگیرم، تهران. لطف کردید، بفهمید. بعد
همه در مورد رژیم میخواستم بگم، این مردم بگم و چه میخوان این مردم بلندشن بفهمن که ما به این رژیم دیگه فایده نداره. شما این برنامه رو که این فیلمی رو که الان دیدید فکر میکنید دروغ یا حقیقت داره؟ ظاهرا شما هم موافقید که تمام بدبختی ها هست تو ایران، درسته؟ بله بله صد درصد. شما پیشنهاد این مردم شما که میخوان بالاخره از این بلندشن که چه یه حرکتی بکنن خب اجازه بدید یه اسم مستعار به من میدید شما هموطن عزیز؟ من نادر هستم. نادر جان شما هم جز مردمی در از ایران هم هستی، شما کی پا میشی؟ شاید اون شما احتیاج به چی داری؟ اگر چه اتفاقی بیفته شما و احتمالا همسر و بچه و خانواده شما هم را میفتید، شما چی میخواید؟ شما نماینده از مردم بفهمید. من میخوام بیدم چیکار میتونم بکنم، من از شخصه چی حرکتی میتونم بکنم واسه مردم کمکی بشه بناشه. بسیار خوب، دستتون در نکنه، مرسی. پس سوال اول به نظر من درست ایجا نشد که آقا مردم چرا پا نمیشن، چون وقتی که از خود ایشون پرسیدم نادر عزیز خب شما مردم چرا پا نمیشید، گفت برای اینکه چیکار بکنم. یعنی چی؟ یعنی خلأ رهبری، خلأ مدیریت، خلأ برنامه ریزی. دقیقاً حرفی که مدت هاست ما داریم میزنیم. استودیو نهاد مردمی صداتون پخش میشه، بفهمید خواهش میکنم. بفهمید قربان. بله بفهمید، درود بر شما. مرسی، بفهمید. این برنامه‌ای که پخش کردین. بله بله. به مردمی خوش درسته. لعنت به شیر مادر حچی آخونده. لعنت به پدر مادر خامنه‌ای. لعنت به پدر مادر رفسنجانی. خب اگه شما راست میگین چرا یکی اینجا مثلا مرسی نمی کنید و من دوست باشه در ادم که رژیم پدر سک. فقط حرفی که میزنید آخه شما هم دروغ میگید. اگه دروغ میگید باید این رژیم سکتوره منظم کنید. خب هموطن عزیز اجازه بدید یکم بدون احساس صحبت بکنیم. یه نام مستعار به من میدید مثلا من شما رو چی صدا بکنم؟ حسین مصابه. الان خودتون میشنوید، الان به دوستان تو فامیل بگید هر چی گفتید روی ایر پخش شد. این صداقت اول ما که ما حرف شما رو پخش کردیم. حسین جان عصابه، شما علی خامنه اینا رو همه رو فحش دادید، به ما هم گفتین دروغگو فلان این حرفا. حالا مجبور میشه این یاره که مثلا کجایی برسه برای چی گونه شده نقطه باری کلا. حالا من از شما میخوام از صابه بپرسم، شما که یک هموطن عزیز هستید این همه تون دلتون پر از خونه، شما فکر میکنید اگر شما منتظر چه هستید به عنوان یکی از مردم ایران که بر علیه این رژیم پاشید؟ شما چی میخواید؟ از من چی میخواید؟ از ما چی میخواید؟ از اپوزیسیون چی میخواید؟ از دیگران چی میخواید؟ از شما میخوام واقعا یک کس معرفی بکنید که این رژیم سکتگر ملحده میکنه. ببین اون یارو تو کوریوش برسه داره چی گذاشه برسه. اوکی خیلی متشکرم. ببینید به طور غیر مستقیم ایشون دارن وقتی میگه شما یکی رو معرفی بکنید، نه که من ایمانو فروتن بگم خب آقای گنجی شما برو ایران آزاد کن، ولی اون رو میشه تعبیر کرد. اگر یک همبستگی باشه، اگر سازمان ها دور هم جمع بشن، اگر یک دولت موقت، حکومت موقت گروهی رو درست بکنن که نمایندگی از داخل کشور داشته باشه و یه نفر، دو نفر، سه نفر، چهار نفر، پنج نفر انتخاب بشن به عنوان سخنگوهای این، احتمالاً میتونه به طور غیر مستقیم اون گروه و سازمان و فردی باشن که ایشون داره بهشون میگه آقا یه نفر پیدا بکنید که این رژیم رو کمک بکنه منحل بشه. درود بر شما، بفهمید خواهش میکنم. بفهمید صداتون پخش میشه. استودیو نهاد مردمی بفهمید خواهش میکنم. استودیو نهاد مردمی بفهمید خواهش میکنم. بفهمید قربان. الو بفهمید. استودیو نهاد مردمی بفهمید خواهش میکنم. الو بفهمید قربان، درود بر شما. ایمان فروتن هستم. خیلی متشکرم، بفهمید. رو پخش هستید، با تأخیر خواهید شنید. بفهمید من ایمانم، بفهمید. حسن عاشی بفهمید عزیزم. من میگم شما که در مورد آزادی میزنی چرا یه کاری نمیکنی که این آخونده تخم حرام از مملکت برن؟ من یه جوان 21 ساله از اصفهان زنگ میزنم ببینید چی کار دارم با این ملت میکنم. من جوان واقعا افسرده شدم، دارم دیدار میکنم توی مملکت. شما نشستی فقط میگید اینجوری، اینا رو همه مردم میدونن، همه مردم میدونن دارن چه غلطی میکنن. اینجوری فایده نداره. خواهی ها مردم ها کشیدن، پدر مردم ها در آوردن، این کار فایده نداره. اگه میخواید واقعا کار کنید بیاد از تو ایران پایه سازی کنید.
همه جوان ها دونه پشت دونه همه جوان ها من کارایی میکنن اصلا واقعا چی میگن نفرت آمیزه همه جوان ها پشت دونه همه تک تکشون. عزیزم من ایمان هستم، ممکنه که یک کم بیشتر توضیح بدید که میگه در ایران پایه‌سازی بکنید، در به طور مشخص یکی دو تا مثال بزنید از این اپوزیسیون خارج از کشور. جونم مثال میخواید؟ مگه جنبش سبز نبود؟ درسته، مگه جنبش نیومده؟ خب چطور خواهی جوان رو کشیدن؟ حالا از اون واژه‌ام زیاد استفاده نکنید. اوکی میدونم، ولی میدونم الان اون مال دو سال پیش بود، به نظر شما الان چه اتفاقی بیفته باز ممکنه که این جوونا و مردم بتونن که باز همه پاشن؟ چه باید بشه؟ چه اتفاقی؟ مثال مشخص بزنید ما چه بکنیم؟ اتفاقی که میگم من یه نفر هیچ کاری نمیتونم بکنم. شما که برنامه دارید، شما که دمون دستگاه دارید، جمع کنید جوونا رو یه جلسه یه چیزی داخل خود ایران بذارید. چرا کار نمیکنید؟ الان میخواید تو تلویزیون بشینید خودتون رو بخش کنید؟ اینجوری فایده نداره. درود بر شما، خیلی متشکرم. تمام این حرفایی که مردم میزنن، تمام که سوالایی میکنن منطقی هست، درست هست. ما و سازمان های دیگر مطمئن باشید جلسات کوچکی بعضی از طرفدارا اینا در داخل کشور دارن، ولی تا زمانی که انسجام نباشه، سیستم نباشه، بودجه نباشه، بعضی از این کارا کردن احتمالا ممکنه در خطر انداختن مردم هستن. ولی من هیچ مخالفتی با شما ندارم، برای اینکه حرکت بر از داخل کشور انجام بشه. شما درست میفهمید. بسیار متشکرم از پیشنهادتون. استودیو نهاد مردمی بفهمید، خواهش میکنم. الو درود بر شما، بفهمید. استودیو نهاد مردمی بفهمید، خواهش میکنم. استودیو نهاد مردمی بفهمید. استودیو نهاد مردمی بفهمید، خواهش میکنم. من ایمان هستم. درود بر شما قربان. سلام آقا. سلام عزیزم، بفرمایید. احوال شما خوبه؟ متشکرم، بفرمایید عزیزم، صحبت کنید، صداتون پخش میشه. قرار در مزاحمت، ما اگر احتیاج داشتیم که داخل ایران اقدامی انجام بدیم خودمون انجام میدادیم، احتیاجی به خارج از کشور نداشتیم. 8 سال داخل ایران کار داشتیم، جنگ کردیم، الان هم حکاممون دوست داریم، خودمون انتخاب کردیم و مشکلی هم باشون نداریم. خیلی متشکرم، لطف کردید، مرسی از نظرتون. استودیو نهاد مردمی بفهمید، خواهش میکنم. قربون، درود بر شما، بفهمید. بفهمید، صحبت کنید. هموطنان عزیز، اجازه بدید یه بار دیگه خدمتتون توضیح بدم. به محض اینکه تو تلفن میشنوید استودیو نهاد مردمی بفرمایید، فوری باید صحبت بکنید. یعنی ما اینجا نه کسی رو داریم گوشی‌های تلفن مثل تلویزیون‌های دیگه بگیره ببینه شما چی می‌خواید بگید چی نمی‌خواید بگید. بنده گوشی رو برمی‌دارم، می‌خواید فوش بدین فوش بدین، می‌خواید حرف حساب بزنین حرف حساب بزنین، معطلم نکنیم، وقت کمه. بفرمایید، خواهش می‌کنم. استودیو نهاد مردمی بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم قربان، بفرمایید عزیزم. خیلی ممنونم، لطف کردید، بفهمید. آقای فروتن، من یک جوان 22 ساله هستم، خب؟ بله. از الان شایدم به خصوصیت نتونم کار کنم، شغلم آنچنانی بتونه جواب بده، ولی واقعا میگم عاشق مملکت و رهبرم. الان هم کوچکترین اتفاق بیفته مطمئن باش تو صف اول وای میستم واسه دفاع از مملکتم. من عاشق سید علیم، عاشق رهبرم. بسیار خیلی متشکرم، نظرتون رو گفتید، با احترام هم گفتید. انشالله سید علی بهتون برسه، کمک بکنه و یه شغل هم براتون بگیره. استودیو نهاد مردمی بفهمید، خواهش میکنم. درود بر شما، درود بر شما عزیزم، بفهمید. استودیو نهاد مردمی بفهمید، خواهش میکنم. سلام آقای فروتن. درود بر شما عزیزم، بفهمید. من قبل از اینم رفتم تو مسیج یه پیغام گذاشتم ولی دوباره زنگ زدم. بفهمید. این رژیمیه که باید تو سینه‌اش وایساد. صدای من میاد؟ بله بله، داره پخش میشه، بفهمید. این رژیمیه که میاد میزنه تو سر صورت پیر مرد و پیر زن. رژیمی نیستش که بشه با
کارهای غیر مدنی و مدنی و اینا جلوشو گرفت. باید تو روش وایساد. بچه های تهران دیگه سنگ پر کردن و چهار تا مشت و لغت رو که ما همه همون بلدیم. خدا شاهد من دو تا حکم اعدام دارم ولی دارم برمیگردم توشون، میخوام برم توشون، یا میمیرم یا برمیگردم میام دوباره میرم توشون. ولی انداختن اینا سخته ولی میشه، فقط باید بخواید، باید بلند شید، باید اون افتخارهایی رو که در گذشته پدران ما داشتن ماها به دست بیاریم. من یادمه در زمانی که من کوچیک بودم خود انقلاب شد، ولی همون 7-8 سالی رو که یادمه بهترین چیزا مال ماها بود، مال ما ایرانی ها بود. ما خودمون کلفت چیزی چینی داشتیم، حالا بچه های موقع باشن برن چین و کره و ژاپن کار کنن که بیان مثلا ازدواج کنن یا کلیه بفروشن. توف به روی به پدر هرچی آخونده. اون حرمتی رو که ما برای روحانی قائل بودیم، اگه فوتبال بازی میکردیم یه روحانی رد میشد اون توپ رو برمیزشیم به احترامش، یه نقص و دستمون بودش میگفتیم تبرک داره. اینا این احترام ها رو شکستن تو اون جامعه و من نمیدونم چقدر این قدرت ارزش داره که ول نمیکنن. اون جنتی میگن با باباش میرفته شکار دایناسور، من شنیدم، ولی ول نمیکنن. اصلیه میگیری واسه چی کار؟ درود بر شما. یه نام مستعار به من میدید که صداتو که جهانیان شنیدن بدونن چه دلاوری در ایران داریم. یه نام مستعار بده. آذرخش. آذرخش عزیز درود بر تو، از دور روی ماهتو میبوسم. هموطنان عزیز آذرخش فعلا مواظب خودت باش با دوتا حکم اعدام. ولی حرف اول آذرخش درسته، بارها هم در این برنامه گفتم آخوند رو باید داشت تو سینه‌اش وایساد. کرکری میخونه، میخواد بیاد تو مسجد صبح، میخواد بره بالا منبر بشینه که شروع بکنه زهرا و حسین و کبیر و این حرفا خوندن و همه رو به گریه انداختن. ولی همون سر مسجد پس گردنش رو بگیری بشینید رو زمین، چایی هم جلوش نذاری، یه دونه هم بزنید تو گوشش بگی بشین، همینجوری میسه سگ میشین میلرزه. ولی کن باید مواظب بود هموطن عزیز، باید پشتیبانی داشته باشی. پشتیبانی شما باید در خارج از کشور داشته باشید، هم رهبری مدیریت از داخل و خارج از کشور، پشتیبانی کشورهای جهان باید باشه. منم با شما موافقم که اینا رو با سنگ و نمیدونم حالا با نافرمانی مدنی به احتمال زیاد نمیشود انداخت، ولی شروع خشونت با اپوزیسیون همانا و بدبختی و احتمالاً موفقیت آخوندها همان. الان تو سوریه ببینید کشورهای خارجی حتی آمریکا و فرانسه اینا دارن صحبت میکنن در رابطه با فرستادن اسلحه به اپوزیسیون سوریه، ولی از اول این کارو نکردن. چرا؟ برای اینکه مردم سوریه با نافرمانی مدنی شروع کردن، با اعتراض شروع کردن، با اعتصاب شروع کردن، متاسفانه 10,000 نفر هم کشته شدن، تازه اینو دارن میگن اسلحه بفرستیم یا نه. به اضافه اینکه اسلحه میخوان بفرستن گیر کردن برای اینکه نمیدونن این اپوزیسیون کیه، نمیدونن القاعده، همین باز دوباره ریش و پشتوار حزب الله و تروریست ها هستن این حرفا. برای همین است که ما در نهاد مردمی و میگوییم و سالها گفته ایم در تمام با این گروه های کار میکنیم، باید هرچه زودتر یک شورای رهبری کنگره ملی هماهنگی انجام بشه سر یک سری اصول بسیار مهم ولی ساده، هماهنگ همخوانی داشته باشه مثلا با یه هدف 50 نهاد مردمی، همه که با هم کار بکنیم و با از این طریق مردم ایران بدونن که جایی هست، مکانی هست، قدرت داره، بودجه داره و یک سری انسان‌های صادق که شناخته شده هستن برای آزادی ایران دارن زحمت می‌کشن، انرژی می‌گیرن. اون موقع است که احتمالاً اعتراضات و اعتصابات می‌تونه شروع بشه. مسلماً بدونید که اذیت هم اوایل خواهد کرد، کتک هم می‌زنه، باتوم هم می‌زنه این حرفا. ولی چون می‌دونه دارن مردم دنیا دارن نگاهش می‌کنن، شاید کم کمتر. و اون موقع است که اگر خدای نکرده اینا شروع بکنن خشونت بر علیه مردم ایران، اون موقع است که دیگه حتی دنیای خارج هم میتونه احتمالاً کمک کنه برای مجهز کردن مردم ایران و با برصورت اسلحه و غیره بتونن جلوی اینا بایستن. ولی ما از امروز از اول نمیتونیم بگیم که براندازی رژیم با توپ و تفنگ و این حرفا، نه میتونیم بگیم نه قانون، نه میتونیم بگیم، به نظر ما نه باید بگیم. کار باید روی نافرمانی مدنی باشه و برای آزادی و برای اهداف مشخص و بر اساس برنامه‌ریزی که چرا این کارو میخوایم بکنیم، نه که از چون از ریش بعد اون میاد میخوایم این کارو بکنیم. خیر، ریش روی بعضی ها بسیار خوب از روی بعضی آقایون که میذارم، بنده خودم هم جوان بودم سیویل داشتم، بگذاریم. ولی
با برنامه‌ای که دیدید تمام اینا کار و الان به اون نقطه رسیدیم و نمیتونیم و واقعا شرم بر ما، شرم بر اپوزیسیون داخل خارج از کشور، به خصوص خارج از کشور، اگر از این موقعیت حساس استفاده نکنه و سر چند تا واژه نمیدونم باز ملیت و فدرال و اقوام و اینو بذارین و اونو بذارین، چرا واوش کمه، چرا اینجوری، چرا چون این آقای پارسال به من اینو گفته، این خانم اینو گفته، این حرفا دور هم نتونیم بشینیم. هستن صادقان آزادی و فعالین سیاسی که آمادگی دارن کار انجام بشه. امیدواریم به زودی زود در هفته آینده خبر خوبی از طریق چندین گروه مختلف برای شما داشته باشیم. استودیو نهاد مردمی بفهمید، خواهش می‌کنم. استودیو نهاد مردمی بفهمید خواهش می‌کنم. الو درود بر شما. ببینید که این هموطن چقدر مهربونه. تازه اون آقایی که میگه من سید علی رو دوست دارم، عاشقشم، نمیگه شما ساندیس خور و فلان حرفی، میگه شما اینقدر تامین هستین که ما بدبخت مردم بدبخت رو نبینیم. درود به شرف واقعا محترم شما هموطن عزیز که حتی با این نگاه میایین صحبت میکنید از اون گوشه های نداشتن و فقر و بدبختی. درود بر شما، بفهمید خواهش میکنم. درود بر شما، بفهمید. جای پوتن معذرت میخوام، مگر ما این همه اپوزیسیون نداریم؟ ما به نظر بنده پیشنهاد میدم که اگه کسانی که اپوزیسیون هستن در این کشور، الو، بله بله بفهمید، صداتون پخش میشه. مگر ما حساب کنیم که اون اپوزیسیونی که بیشتر از همه طرفدار داره چه خودش کاندید نمیکنن که مردم هواداری پیدا کنن؟ که این همه طرفدار هم تو ایران هم دارن، خارج کشور هم دارن. خیلی متشکرم، بسیار سوال خوبی هست. متاسفانه هیچ کدوم از اپوزیسیون هایی که فعلا در خارج از کشور هستن، از جمله نهاد مردمی، به اون ظرفیت و قدرت از لحاظ تعداد پشتیبانان، بودجه و کارهایی که میشود کرد هنوز نرسیده که به تنهایی بیاد بگه آقا من این کارو میخوام بکنم، و سختم خواهد بود. چرا؟ برای اینکه بقیه بعد شروع میکنن تیر زدن به اون کسی که جلو افتاده. حالا مجاهدین خلق هم تک و تنها رفتن دیگه، ببین به کجا رسیدن. حالا اونا البته مسائل تاریخی دارن و بسیاری از مردم ایران از سابقه این گروه خوششون نمیاد، ولی من با شما موافقم، یعنی نباید تا آخر نشست دیگه. حد اکثر این نظر شخصی من هست، نه سازمانی، حد اکثر این حرکتی که به زودی ممکن اتفاق بیفته یا میشه یا نمیشه. اگر نمیشه یه گروهی باید پاشه، من فکر می‌کنم نهاد مردمی میتونه باشه و باید بیفته جلو. شوخی که نداره، میگیم ما می‌خوایم کارو بکنیم، ساختاری هست دموکراتیک، هر کسی بخواد درش میتونه کار بکنه، و از طرف شایستگاری، شایستگی، شفافیت، مردم هم هستن، تلویزیون وسط هم داره، نه که گارانتی موفقیت داریم. اگه کسی نیاد جلو و پرچمدار نباشه، الکی نمیشه. من تو زندگیم ثابت شده، بسیاری از شما هم میدونید، خواستن توانستن است، ولی اگر نخواهید و پا نشد که نمیشه بگید خب آقا بالاخره میشه. نه خیر، ولی باید همکاری کرد، برای اینکه یک دست صداش کمه، صد دست خیلی بیشتر صداش هست و دنیا الان اونو لازم داره. درود بر شما، صداتون پخش میشه، بفهمید. استودیو نهاد مردمی بفهمید. الو عزیزم بفهمید خواهش میکنم. سلام، بفهمید. میتونم مستقیم صحبت کنم؟ مستقیم صحبت کنید، من گفتم من اینجا کسی نیست که الان صداتون داره پخش میشه، بفهمید. من دارم نگاه میکنم. اوکی، پس نگاه کنید. استودیو نهاد مردمی بفهمید خواهش میکنم. بفهمید صحبت کنید. سلام عزیزم بفهمید. خوبی نوا؟ من خوب هستم، صداتون پخش میشه تو تلویزیون، بفهمید. بله صداتو نمیشنوم. بفهمید صحبت کنید. حالتون چطوره؟ خوبی آقای فروتن؟ بله خوب هستم، حرفتون رو بزنید خواهش میکنم، بفهمید. حالتون چطوره؟ من میتونم بعدم باهاتون صحبت کنم؟ بعد از برنامه بله، حدود 5 6 دقیقه. زنگ بزنید 5 6 دقیقه دیگه صحبت میکنیم. مرسی. استودیو نهاد مردمی بفهمید خواهش میکنم. درود بر شما آقای فروتن، با من هستید؟ بله با شما هستم، خوش اومدید، بفهمید. درود بر شما آقای فروتن. این پدوفیل دیپلمات که رفت برگشت ایران با هواپیمای خصوصی، گل انداختن دور گردنش. عکسی هست که گل انداختن دور گردن این مجرم.
بله من اون عکس رو دیدم، مطمئن نبودم همین آقا بوده یا کسی دیگه. هموطن عزیز مبارز لابد میدونه اگر همون آقا بوده گل انداختن. من گفتم هموطن عزیز شماره تلفن، فامیل، موبایل، چیزی از این آقا آدرس اینا دارید بیارید که ما ایشونو بیشتر معروف بکنیم به عنوان دیپلمات پدوفایل جمهوری اسلامی. آقای فرزانه گرامی، در آینده ایران مانند کشورهای پیشرفته تمام این کودک آزاران باید یک لیستی دیتابیسی باشه که همه همسایه‌ها بدونن چی دکترشون زندگی میکنه. درود بر شما، بسیار من موافق هستم. در ضمن الان به من گفتن اون عکسی که بهش اشاره می‌فهمید بانوی عزیز عکس اون از شخص نبوده، تو اخبار اومدن یه عکسی گذاشتن. بعد خیلی مواظب باشیم چیزایی که تو اینترنت پخش میشه، بعضی افراد بی‌گناه رو ما گناهکار اعلام نکنیم. استودیو نهاد مردمی بفهمید. الو خسته نباشید. درود بر شما عزیزم. نهاد مردمی؟ نهاد مردمی، ایمان فروتن در خدمت شما، بفهمید خواهش می‌کنم. خسته نباشید. خوبه؟ من خوبم، شما چطورید؟ بفهمید. ما خودتون رو مسخره کردین؟ نه والا، شما چی فکر می‌کنید؟ خون بسوزه. چی بسوزه؟ دختا. پدرتون بسوزه. من مثلا پدرم فوت شده 7 سال پیش الان بسوزه؟ بسوزه آره. کجا بسوزه؟ تو قبر بسوزه؟ روز بسوزه. بسوزه اونجوری شما خوشحال میشین اون وقت؟ بچه‌های خیابونی فقیر رو پدر اونا هم بسوزه؟ چی؟ آه اوکی، دیگه فامیلی اومده. یک سوال هموطنان عزیز، ببینید فهم و شعور اینا چی هست. بعد از این همه فیلم و فقر و بدبختی و فحشا و بیدادی که در ایران میشه، به من زنگ میزنه میگه پدرتو بسوزه. این هست نمایندگانی دستچینی از طرفدارای علی خامنه‌ای سید علی. استودیو نهاد مردمی بفهمید خواهش میکنم. استودیو نهاد مردمی بفهمید خواهش میکنم. سلام علیکم. سلام علیکم، آخرین سخنران امروز، بفهمید. خسته نباشید. قربونتون برم، ایمان فروتن هستم، صداتون پخش میشه. بخشید، الان من اوبر تلویزیون هم، صدا پخش میشه؟ پخش میشه، هر چی دلتون میخواد بگید، بفهمید. خوبه؟ بله خوبم، بفهمید، سریع بفهمید. میخواستم بگم، توجه فرمودید؟ الو، حال شما؟ نهاد مردمی؟ فروتنی؟ بله، بفرمایید، بفرمایید. میخواستم بگم که مطمئن باشید که ما پیروزیم. اگه با اینا باید با منطق را بریم، مسلما پیروزیم. ولی اون قسمت خشونت و دیگر رو فقط با پشتیبانی بین‌المللی و قبل از این پشتیبانی بین‌المللی ما بتونیم بگیریم با همبستگی ایران هست. هموطنان عزیز، بار دیگر خدمتتون عرض میکنم، شما مخاطب های این برنامه، به خصوص کسانی که در خارج از کشور هستید، به خصوص بیزینس هایی که الان هستید، چرا الان یه بیزینس زنگ نمیزنه؟ این همه بیزینس در خارج از کشور هست، بعد از یک سال و نیم کدوم بیزینس هست چرا زنگ نمیزنه که به آقای حداری‌زاده به این تلفن مالی بگن آقای ابراهیم گنجی یه تبلیغ 30 ثانیه ما رو پخش بکنید، 200 دلار 300 دلار ما به نهاد مردمی پشتیبانی میکنیم، چرا این کارو نمیکنید؟ اگرم نمیدونید همچی برنامه‌ای هست، تقصیر شما نیست، مقصر شما مخاطبین نهاد مردمی هستید. اگر با ما و به این سازمان اعتماد دارید، چرا زنگ نمیزنید به این بیزینس هایی که تبلیغاشون جای دیگه است، بگید آقا شما اینا این تبلیغ میکنید، 30 ثانیه هم بذارید در این برنامه پربیننده و پر از اعتمادی که مردم ایران دارن، برنامه نهاد مردمی. ما همه باهات اون کاری که از دستمون برمیاد بکنیم. امیدوارم که هفته دیگه یه بیزینسی زنگ بزنه بگه آقای فروتن، یه خانم یا آقای چند نفر من زنگ زدن، مثلا نمیدونستم نهاد مردمی هست، ولی بفهمید این تبلیغ ما رو هم پخش کنید، اینم 50 دلار 100 دلار 200 دلار به خاطر پخشتون. هست بیزینسی این کارو بکنه؟ هست ایرانی در هر جای اروپا آمریکا چه تلفن ورداره زنگ بزنه به این بیزینسا و کمک بکنه؟ چه باید کرد؟ این کارو باید کرد. ما پیروزیم چون حق با ماست، با کسی هم شوخی نداریم. شب و روز شما بخیر، خدا نگهدار، پاینده ایران ما. پاینده ایران در دستان شماست.
مردمی.